به نام خدا با عرض سلام خدمت خانم‌ها و آقایان، روز همه دوستان بخیر. اجازه میخوام که مهمان گرانقدر رو خدمت دوستان معرفی بکنم. جناب آقای دکتر شهریار اسلامی تبار، مشاور معاون وزیر بهداشت، که ایشون در زمینه کارشناسی طب مکمل در وزارت بهداشت صاحب نظر هستند، تنها کارشناس این موضوع هستند، ده ها کتاب در زمینه حقوق سلامت دارند و در بیش از 10-15 کنگره سراسری در این زمینه شرکت داشتند، مدرس حقوق سلامت در دانشگاه تهران و دانشگاه شاهد هستند و برحال از طرف دفتر آموزش آزاد نیست، مدرس مطبوع هستند و من افتخار دارم که در این لحظه در خدمتشون هستیم و از تجاربشون و خصوصا مطالبی که در زمینه طب مکمل عرضه می کنند استفاده خواهیم کرد و اجازه بدین که سخن رو کوتاه بکنم. از معذرشون دعوت به عمل بیارم که تشریف بیارن و رشته کلام رو به دست بگیرن و بتونیم از حضورشون مستفیض بشیم. خواهش می‌کنم به افتخارشون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت همکاران گرامی، اساتید عزیز و دوستان محترم. بدون مقدمه اصل موضوع وارد میشیم. مستحضر هستید که حدوداً 100 سال قبل در کشور ما قانون‌گذاری شروع شده. اولین قانون به سال 1285 برمیگرده و مهم بودن موضوع طبابت باعث شده که دقیقاً چند سال بعد از اینکه قانون‌گذاری در کشور ما شروع میشه، اولین قانون که قانون طبابت در بحث پزشکی بوده مصوب بشه. حدوداً 60 سال قبل بوده که از وزارت داخله وقت در 30 شهریور ماه 1320 از وزارت داخله که یک اداره کلی به نام اداره کل صحیه داشته، وزارت بهداری جدا میشه و به اسم وزارت بهداری وقت بنیانگذاری میشه و تصویب میشه. حدوداً یه چند سالی ازش میگذره، اولین قانون جامع امور پزشکی رو ما در سال 1334 داریم. این قانون قانون نافذی هست، همین الان هم در بسیاری از محاکم و همینطور در بحث بهداشت درمان و آموزش پزشکی از این قانون به عنوان اولین قانون جامع امور پزشکی و دارویی استفاده میشه برای موضوعات مختلف پزشکی، از جمله پروانه مؤسسات و همینطور ارزم خدمت شما که رسیدگی به جرایم موضوع پزشکی. همین امسال لایحه آماده شده و قابل تقدیم دولت و بعدش مجلس هست به نام قانون لایحه جامع وزارت سلامت. در این لایحه جامع پیش بینی شده که دیگه حتی اسم بهداشت درمان آموزش پزشکی هم تغییر پیدا بکنه. چند تا قانون مهم هست که مرتبط با موضوع شما هم هست. ناخدای خوب باید من همین از اینا مطلع باشید و هم اگر لازم شد استفاده بفرمید. یکی قانون سال 34 از خدمتتون عرض کردم، قانون جامع امور پزشکی و دارویی هست. در سال 46 10 سال تقریبا بعدش قانون دیگری تصویب شد در مجلس وقت، قانون امور بهداشتی و آرایشی بود، اصطلاحا میگن مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی. این مرتبط با قانون سال 46 هست. بسیار از موضوعات مرتبط هم در این قانون شما میتونید پیدا بکنید. در سال 64 و 67 قانون تشکیل و تشکیلات بهداشت درمان آموزش پزشکی مصوب شد و همین الان سیستم بهداشت درمانی که در کشور هست بحث تشکیل و تشکیلاتش با توجه به این دو تا قانون هست. در این تدوین قوانین و مقررات در هر جایی خصوصا کشور ما همین صورت این هستش که خب رتب نیاز میشه دیگه، نیاز میشه تغییرات در صورت بگیره و با توجه به اون نیاز میان قوانین جدیدی رو تصویب میکنن. مقررات هم باز از همین امر مستثنا نیست. آیین نامه ها و دستورالعمل ها هم به همین صورت هستش که تصویب میشه در قوای بعدی. خب برای اینکه خیلی جلسه خوش نباشه من چند تا سوال میپرسم از محضر اساتید و دوستان. قانون چی هستش؟
بله بفهم. چند نفر پزشک داریم در جمع؟ بله. منظور پزشک پزشک و دندون پزشک و داروساز و این شاخه. بسیار خوب. پرستار چی؟ خب روانشناس. خب اکثر دیگه خب به یه نحوی مرتبط هستیم، همکار هستیم با هم دیگه. خب قانون به چی میگم پس؟ یه قراره نوشته شده که بتونه از حقوق جمع یک سال بتونه این که بتونه این که درست هست. بله از آن دیگه یه نظر خاصی نیستش. بله بسیار خوب خب یه بودار صحبت های شما رو من کامل تر میکنم. آیین نامه چی هستش؟ بله احسن دیگه. خب خواهم دیگه شما چی؟ نظر آقای دکتر آقای روانشناس بسیار خوب. بله خب مستثر هستید که کشور ما چند تا قوه وجود داره؟ چیا هستن؟ اینو دیگه خوب بله یه داریم یه باشه توافق میکنیم. بله چیا؟ خواهم دیگه شما فهم؟ خب از همینجا شروع میکنیم. درست است همه مطلب که دوستان فهمیدن درست است. عرضم خدمت شما سه تا قوه داریم در کشور. قوه مقننه هست که قانون گذاری میکنه، بعد قوه مجریه هست این قوانین رو اجرا میکنه، و بعدش هم قوه قضاییه هست که نظارت میکنه برای اجرای صحیح این قوانین. خود سیستم هم به صورت اتوماتیک از داخل هم میتونه همچین کاری رو بکنه. خود یعنی همین قوه مقننه که قانون رو وضع میکنه میتونه نظارت بکنه برای حسن اجرای قوانین هم نظارت بکنه، ولی بیشتر مسئول این موضوع قوه قضاییه هستش. قانون چیزیست پس قوه مقننه تصویب میکنه و تعریفش رو دقیقا بعدا خواهیم گفت خدمتتون. آیین نامه ها ناظر بر قوانین هستن، یعنی در قانون اجازه داده میشه در یک موضوع خاصی قوه مجریه بیاد آیین نامه رو وضع بکنه که چطور بتونه اون قانون رو اجرایی بکنه. برای اجرایی کردن پس قوانین نیاز هستش که قوه مجریه خود وارد بشه و دستورالعمل خاص خودش رو بده. بخشنامه و دستورالعمل بیشتر در خود داخل وزارتخانه ها تصویب میشه. مثلا به عنوان مثال یک وزیر برای اینکه روش های مختلف اجرا کردن مقررات مرتبط رو داشته باشه میاد بخشنامه دستورالعمل های خاص رو صادر میکنه، وزیر و حتی زیر مجموعه معاون وزیر، ادارات کل و الی آخر. قانون خوب تعریف دیگری است که بسیار کامل تر است. قوانین اجتماعی هست که مدون هستند و نظم اونها برای هر فردی میتونه مسئولیت کیفری و یا مدنی رو ایجاد بکنه. خب دیگه سریع میریم سراغ اصل مطالب که مرتبط است با موضوعات شما. مستثنی هست برای تخلفات و جرائم چندین جایگاه هست یا مرکز هست رسیدگی میکنه. تخلف چی است دوستان عزیز؟ بله فرم میکنم بودن استعیبان ارزم خودم. خب جرم چی هستش؟ بله دیگه بله بفرم بله درست گفتید. برای من خب یه مدت کامل تر میکنم. عرضم خدمت شما که هر نوع تخلف یا در حقیقت تعدی از قانون جرم محسوب میشه و از همون آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه که خدمتتون عرض کردم عدول از اونها تخلف محسوب میشه. مراکز رسیدگی کننده به تخلف و جرائم مختلف هست. تخلفات بیشتر سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام روانشناسی و یا سازمان هایی که مرتبط هستن، اصلا سازمان های صنفی بهشون گفته میشه. این سازمان ها رسیدگی میکنن. اینجا غیر از نظام پزشکی، پزشکی قانونی هم آوردیم. باز مستثنی هستید. پزشکی قانونی برخلاف نظام پزشکی یک محمل طریقا صنفی کامل هست، یعنی
به عنوان مثال روانشناسا میان رأی میدن در سازمان مرتبطشون، یک کسایی رو به عنوان هیئت مدیره انتخاب میکنن که بتونه از حقوق و حقه خود روانشناسا دفاع بکنه. اما پزشکی قانونی برعکس است. پزشکی قانونی یک نهادی هست وابسته به قوه چی؟ قوه قضاییه و دولتی هست، یعنی میاد در ضمن از حقوق مردم دفاع میکنه. اونجا از حقوق صنف بود. تعزیت حکومتی یک مرجع دیگری هست که باز برای دفاع از مردم هست، مرتبط با قوه کجاست؟ کجا؟ آی دکتر شما آخر. بله، مرتبط با قوه خیر مجریه است. مال دولت هست تعزیت حکومتی. عرضم خدمت شما که میاد نظارت میکنه بر نحوه صحیح اجرا شدن قوانین و مقررات. از اینها که بگذاریم، بله الان میاد پشت سرش، بله کامل خدمتتون عرض کنم. سیاسیش نکنید. عرضم خدمت شما که جرائم هم برعکس موارد بالا در محاکم بهش رسیدگی میشه، یعنی دیگه از بحث سازمانی و صنفی خارج میشه، جرائم رو دادگاه ها بهش رسیدگی میکنن. در بحث طبابت پزشکی چه چیزی جرم هست؟ یک نفر کمک کنه ببین، مثلا اینکه بسیار به دادگاه ها نخورده. احسن، بله دیگه میشه، مشکل نیست، باز میشه. بله دیگه، احسن، دقیقا. خب این عام میفهمید خانم دکتر، خود باید ریزش بشیم دیگه. حقوق واژه عام هست. خب دقیقاً. خب حالا اینا ریز میشیم، میگیم بحث تخلف یا جرم دیگه. خب یعنی کاملا قانون ثابتش وجود داشته باشه و ما عملا آگاهانه از اون خلاف برخلاف اون انجام بدیم. تخلف خود ممکنه مثلا عمدن نباشه یا در جریان بیماری اتفاقی بیفته، یا اینکه حداقل ناشی از این کوتاهی باشه. مثلا ممکنه که دیر رفتن پزشکی و درمان اشتباهی که داروگاهانه میده، این تخلفه. ولی چیزی که ما در قانون داریم، مثلا این مثالی که دارم برای سفت غیرقانونی، این تخلف حساب نمیشه. یه چیز خیلی مشخصه. خیلی تشکر میکنم از همه شما که لطف کردید، مشارکت کردید. دقیقا همینطور است که شما هم میفهمید. اگر ما از قوانین یک باری تاکید میکنم عدول بکنیم یا تعدی بکنیم، بالاتر بریم یا پایینتر بیایم، هیچ فرقی نمیکنه. در واقع جرم مرتکب شدیم. جرم حتما در دادگاه ها رسیدگی میشه، در محاکم رسیدگی میشه. میتونه شاکی خصوصی داشته باشه، یعنی خود فرد بیاد شکایت بکنه از یک نفر درمانگر، بخوام اسمشو بذارم که شما در واقع در این جمع که نشستی همه یک نوع درمانگر محسوب میشید. از طرف درمانگر اتفاق بیفته که درمانجو یا اون بیمار بیاد شکایت بکنه، یا نه مدعی العموم، خود دادگستری و دادگاه ها میتونن مستقلا بیان ادعای جرم بکنن. پس محاکم کلا میان به جرائم رسیدگی میکنن، محاکم به تخلفات رسیدگی نمیکنن. دوستان عزیز، تخلفات در صلاحیت منابع بالاست و غیر از اینا باز جاهای دیگه هم هست، اینجوری نیست فقط همین سه تا باشن. ما معروفه رو بتاب اینجا نوشتیم، ولی خود دانشگاه هم مستثنی هستید که معاونت های درمان دارن. معاونت های درمان یکی از وظایفشون همین هست، بازرسی میکنن، تذکر میدن، رسیدگی میکنن و الی آخر، ولی منجر به رأی نمیشه. خب اگر مشکلی پیش بیاد به تبع ما هر نظر دیگه‌ای داشته باشیم، سیستم قضایی نظر دیگه‌ای داشته باشه، از این کسایی استفاده میشه، به اینها کارشناس میگن. کارشناس کی هست؟ احسن، هر کارش میشنید دیگه. این آقای اینو مشارکت بکنن دیگه، من ناراحت میشم اینجا. متخصص در شکل بله درسته، بله دیگه. البته در اینجا هم اساتید بسیار گرانقدر نشستن، من ضمن اینکه عرض ادب و خیر مقدم دارم خدمت همه ایشون، دوست دارم خب بیشتر کمک بکنن که انشالله مشارکت مستقیم داشته باشم. دیگه چی؟ کارشناس به کی میگن؟ کارشناس عرض ببخش، من اینو یادم رفت بگم خدمت شما، زنم بگم که بعد وارد بحث کارشناس میشه. جرائم خودشون یک نوع تخلف هم محسوب میشن، یعنی اول تخلف است بعد به جرم منتج میشه، اینجوری دست و پای آدم میبندن. عرضم خدمت شما که کارشناس رو بعدم میخوایم. خب قبل از کارشناس بذارید دو سه تا مطلب هست، اونو به ترتیب بگیم که به کارشناس هم برسیم. چشم.
اولین جایی که میخوام بحث بکنیم روش یه مقدار بحث نظام پزشکی هست. نظام پزشکی چون همه افرادی که اینجا هستن یک جوری مرتبط با بحث نظام پزشکی شاغلان حرف پزشکی محسوب میشن. یک توضیح مختصری اینجا آوردیم از اهم وظایف نظام پزشکی. نظام پزشکی آخرین قانونش در سال 83 تصویب شده در مجلس. خب کارهایی که میکنه اینا هستش: تلاش برای اصلاح و ارتقای سطح دانش پزشکی مملکت هست، حفظ حمایت از حقوق بیماران یکی از وظایف مهم نظام پزشکی هست. هرچند نظام پزشکی یک تشکیلات صنفی است، ولی حتما یکی از وظایفش این هست که حتما رسیدگی بکنه به بحث دفاع از و حمایت از حقوق بیماران. حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی هم این وظیفه‌اش به عهده‌اش است که بتونه حمایت بکنه ازش. رقابت شاغلان حرف پزشکی با دستگاه‌های زیرربط هم مسئولیتش با نظام پزشکی هست. در بحث جرائم و تخلفات پزشکی یکی از مرجع‌هایی که ازش نظرخواهی میشه نظام پزشکی هست. اظهار نظر کارشناسی میکنه. اونجا دادگاه‌ها و محاکمی خودش داره که بحث مفصلی داره، ان شاءالله در نیاز به جلسات بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. یک سری مقررات که شامل در حقیقت همون بخشنامه‌های اینا هست میتونه نظام پزشکی در امور خاص پزشکی تصویب بکنه و ابلاغ بکنه به شاغلان مرتبطش. میتونه برنامه‌های آموزش مداوم هم داشته باشه نظام پزشکی. و بالاخره یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث احضار شاغلان حرف پزشکی به دادگاه این است، طبق بخشنامه مختلفی که هر سه تا رؤسای قوه قضاییه کردن، هم آیت الله شاهرودی، هم آیت الله یزدی و قبل از آن، این است احضار پزشک به دادگاه نباید مستقیما توسط دادگاه صورت بگیره، باید به نظام پزشکی ابلاغ بکنن. یادتون باشه دوستان عزیز، نظام پزشکی وظیفش هستش که اون احضاریه بفرسته به پزشک. اینا بخشنامه خاص خودش هم داره. بحث بعدی بحث پزشکی قانونی هست. در اون تقسیم بندی تخلفاتمون پزشکی قانونی وظایف بسیار زیادی داره. یک مرجع کاملا هم علمی هم تخصصی است، در امور پزشکی قانونی اظهار نظر میکنه، کارشناسیش با بحث جرائم با این سازمان هست. استلاماتی که از مراجع مختلف میشه پزشکی قانونی میتونه جواب بده، باید بهش پاسخ بده. و همینطور چون یک مرکزی هست غیر از بحث‌های عرض کنم خدمتتون قضایی صرف، مرکز علمی هم هست. میدونید خب رزیدنت برمی‌دارن، متخصص دارن اینو، پس میتونه تبادل اطلاعات علمی هم بکنه برخلاف دو تا سازمان دیگری که بحث قبلی کردیم و ان شاءالله بعدی هم خواهیم گفت خدمت تجهیزات حکومتی. سازمان تجهیزات حکومتی صحبت شد که یکی از سازمان‌های مرتبط با قوه کجا هست؟ مجریه هست، دولت هست. ارزمندشون وظایف بسیار زیادی داره، خیلی هم وظایفش مهم هست. یک کمیسیون در دانشگاه ها هم هستش که باز مستحضر هستید که تجهیزات حکومتی در رأس اون وجود داره، رسیدگی میکنه به مؤسسات پزشکی غیر مجاز. به عنوان مثال یک شخصی به یک مؤسسه میزنه، درمان بیماران میپردازه، اگر مجوز نداشته باشه یکی از مراکزی که میاد میتونه بیاد باش برخورد بکنه تجهیزات حکومتی هست. اگر بیمارستانی خودداری بکنه از پذیرش بیمار، راه خدمات خوب نده، باز این محمل هستش که اینجا هست که رسیدگی میکنه. اگر خدماتی به بیمار داده بشه که مازاد بر احتیاج هست، مد نظرم سودجویی باشه، خب باز تجهیزات حکومتی میتونه شکایت بهش بشه و بیاد رسیدگی بکنه. یعنی تعجب نکنید که اگر ارزم خواهد شما بیماری میاد یه کاری داره، شما 5-6 تا کارم برش میتراشید، این بره شکایت بکنه و تجهیزات حکومتی بیاد سراغتون که انشالله اینگونه نخواهد. به کارگیری افراد متخصصی که بدون رو پروانه هستن، باز در جریان هستید که باید پروانه داشته باشه هر کسی که میخواد کار بکنه در هر موضوعی از پزشکی. اگه کسی پروانه نداشته باشه و کار بکنه، باز میتونه تجهیزات حکومتی باش برخورد بکنه. و افرادی که فاقد صلاحیت هستن، صلاحیت علمیشون اثبات نشده، مستقیم بیان به امر درمان بپردازن، تجهیزات حکومتی هست که رسیدگی میکنه و برخورد میکنه موضوع. از اون تخلفات و سازمان‌های مرتبطش بخوایم بگذاریم، میایم به دادسراها میرسیم. دادسراها خب مستثنی هستید. الان دادسرایی در تهران خصوصا شهر تهران به وجود اومد برای اون دادسرای ویژه جرایم پزشکی. هر کسی که جرمی مرتکب بشه یا برعکس، عرضم خدمت شما که درمانجویی احساس بکنه که در موردش جرمی حادث شده، میتونه بره شکایت بکنه به اینجا. اینجا توجه داشته باشید که خیلی جایگاه مهمی هست. شخصی که اینجا عکسش هست آقای الهی منش هستن، آقای دکتر الهی منش، ایشون سرپرستی این دادسرا رو سالهاست که به عهده دارن، شاید 7-8 سالی هست من یادمه. ایشون اعتقادش بسیار مثبت هست، میگه پزشکان جرم نمیکنن، ممکنه خطا بکنن. ذهنیت مثبتی داره. اونجوری که من یادم هست این مال سال 83 هست. بله، در 83 گفته شده، این مال
هفته‌نامه سلامت هم هست. عرضم خدمت شما گفته شده بین 8 تا 10 پرونده شکایت از پزشکان در بحث جرائم میاد به این دادسرا میرسه. البته این بحث مال 5 سال قبل، الان آمار خیلی بیشتر شده، شاید 2-3 برابر این شده. عرضم خدمت شما که اونجوری که من باز ذهنم یاری میده، بیش از 20-30 تا پرونده هر روز در دادسرا مطرح میشه و تصور بر این هستش که اینها عرضم خدمت شما که جرمی رو مرتکب شدن و رسیدگی به اون در اونجا اتفاق میفته. سوالی هست؟ قوه قضاییه هست. قوه قضاییه ارزم خدمت شما که بعد از قوه که میایم به دادگستری استان تهران میرسیم، دادگستری استان تهران دادسراهایی رو داره در سطح شهر، یکیش همین هست. رؤساشون باز ارزم خدمت شما که از طرف دادگستری کل انتخاب میشن. خدمتتون عرض کردم که نظام پزشکی به تخلفات رسیدگی میکنه. اگر جرمی حادث بشه اونجا، حتما آخر الامر باید بیاد اینجا رأی صادر بکنه. رأی به اینجا میاد میرسه. اون فقط بحث کارشناسیشون ممکنه بکنه. اون به سنف رسیدگی میکنه. میتونه مثلا فرزند به عنوان مثال تذکر بده. چند ماه پروانه رو از اون شما تعلیق بکنه. ولی آخر اینجا میاد که به جرم رسیدگی میشه که من چقدر دیگه مثلا لازم هست. به عنوان مثال به این جرمی که حادث شده. سوال؟ کسی هست؟ خواهم دکتر اون انتها پس سوم سوال بپرسیم. بله ارزم خود شما که کارشناسا رو میخواستیم خدمتتون بگیم. کارشناسا توضیحات که دوستان دادن خب یه ناقص بود. حداقل دو نوع کارشناس ما داریم. کارشناسی که در حالت عادی گفته میشه، مثلا میگن که من کارشناس فلان موضوع هستم، این خب بیشتر حرف عام هست. اگر بخوام حرف خاصش بکنیم، طرف دقیقی از کارشناسی داشته باشیم، کارشناسا یا کارشناس رسمی دادگستری هستند. در موضوعات مختلف این وجود داره. ساختمان نمیدونم ارزم خدمت شما که بحث تصادفات فلان، یکیش کارشناسی امور پزشکی هست. پزشکی که میگم پزشکی دندان پزشکی، داروسازی، پرستاری، روانشناسی و الی آخر، در همه موضوعات علوم کارشناسایی وجود داره که میاد رسیدگی میکنه و اگر جرمی حادث بشه و وزنه نظرخواهی بشه نظر میدن در موضوع. پس یکی مال کانون کارشناسان هست. دومیش هم که خب چند سالی هست بعد از قانون برنامه سوم توسعه ایجاد شده، مثلا ماده 187 به اینها میگن، اینا بهشون کارشناس خبره میگن. این دیگه مستقیم مرتبط با قوه قضاییه هست. خود قوه قضاییه اومده یه سری کارشناسای علاوه بر کارشناسای بالا تربیت کرده و اینا هم ارزم خدمتشون میان در بحث جرائمی که اتفاق میفته اظهار نظر کارشناسی میکنن. بفرمایید. کارشناسان باز در سیستم دنیا تقریبا روالش همین گونه هست. یعنی یک سری ارزم خدمتشون آزاد هستن. کارشناسان آزاد محسوب میشن، شامل نوع اولن. این یعنی بی ارتباط با دنیا نیست. اینها یک مجمع صنفی دارن، صنف هستن. ارزم خدمتشون که یک کانونی هست میاد امتحانی برگزار میکنه و یک سری افراد خبره رو میاد به عنوان کارشناس استخدام که چه از کنه میگیره. مثل انجمن ها هستن، اما در انتها به اون کانون وصل میشن. اینا صنفی هستن، کاملا بیرون از سیستم. این دومی خب بدم به دلایل خود قوه به نظرش رسیده که نیاز از افراد بیشتری استفاده بکنه. خود قوه هم اومده همچین کاری کرده. ازم بچه‌ها که کارشناسان خبره‌ای رو میاد، باز اینم از طریق امتحان هست. من اتفاقا در این جمع فکر کنم فرصت خیلی خوبی هست توصیه بکنم به عنوان برادر کوچکتر به همه افرادی که در این جمع بسیار بزرگ و گرامی حضور دارن، واقعا اینو پیگیری بکنن. این خیلی خوب است. واقعا ما مثلا در دادگاه که هستیم اصلا می‌بینیم که بخاله شاغل حرفه پزشکی اومده مثل ارزم مثلا گردنشو حذف کرده، خیلی چیزا واقعا نمیدونه. اونجا نمیپذیرن. در ادامه صحبت‌ها خواهیم گفت که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. چقدر خوب هست شما افرادی که شاغل حرفه پزشکی هستید، برید یک مطالعه اولیه از همین بحث‌های حقوقی که خدمتتون دارم عرض می‌کنم داشته باشید و بتونید به عنوان کارشناس رسمی یا خبره، هیچ فرقی نمی‌کنه، در سیستم باشید و بتونید هم به درد فلاخه خودتون بخورید و هم دیگران. چقدر خوب هست. الان کمبود بسیار شدید در این موضوع وجود داره و کارشناس بسیار کم هست در همه موضوعات، از جمله طب مکمل که شماها در این جمع که تشریف دارید به نوعی در طب مکمل دارید کار میکنید. لازم هستش که حتما از موضوع اطلاعات حقوقی و اخلاقی خوبی رو به دست بیارید انشالله و بتونید در امتحانهای مربوطه شرکت بکنید و انشالله کارشناس بشید. خب وقتی که خطا اتفاق نیفته هیچ مشکلی وجود نداره. که وقتی مشکل به وجود میاد که خطا اتفاق میفته، خطا چطور اتفاق میفته؟ مطمئن ترین راه برای اجتناب از خطا چیا هست؟ اگر در امر اون تبابتمون، در امر اون حکیمی خودمون که فکر میکنیم هستیم انشالله،
دقت بکنیم مثلا خطایی رخ نمیده. اگر دانشمون به روز باشه، ماشاءالله الان دیگه همه ما صاحب نظر هستیم در خیلی از موضوعات مختلف، اگر دانشمون باید به روز بکنیم اصلا خب خطا نمیتونه اتفاق بیفته طبیعتا. پس به روز کردن دانش در هر موضوعی که داریم کار میکنیم به شدت توصیه میشه. بعد باز میگم پرونده هایی که ما رسیدگی کردیم از نزدیک باش مرتبط بودیم، اینو دیگه توی سالها دیدیم که اگر ارتباط خوب و دوستانه با بیمار برقرار بشه، بیمار به عنوان یک ماشین حساب نکنیم، خب خیلی کم هم خطا کمتر اتفاق میفته، هم به شکایت کمتر میرسه. ببین بیمار در حرف میزنه، ما اگر در طب روس هستیم عرضم نسخهشو نوشتیم از قبل، اصلا گوش نمیده کسی به حرفای بیمار. اگر گوش بکنیم باز خودش بسیار مؤثر هست، هم دقیقاً میفهمیم مشکل بیمار چی هست وقتی بیماریشو مطرح میکنه، و هم میتونیم به درمانش خوب فکر بکنیم، و بالاخره رعایت اصول اخلاقی و حقوقی باعث میشه که خطا صورت نگیره. بفهمید؟ خب خطا و تقصیر چی هست؟ تعریف خیلی زیادی برای این دو تا واژه وجود داره. تعریفی که یه مقدار عام‌تر هست، بیشتر در مراجع دیده میشه و منابع، این دو تا هست که خدمتتون عرض می‌کنم. باز از همکار محترم هم اوایل صحبتام اشاره داشتن. وصف عملی غیر عمد که فاعل آن دارای قوه تمیز باشه ولی به دلیل نسیان و دلایل دیگری عملی رو مخالف موازین اخلاقی یا قانونی مرتکب بشه بهش میگن خطا اتفاق افتاده، و تقصیر زمانی هستش که تخلف عمدی صورت میگیره، در بالای غیر عمد بود اما پایینی عمدی هست. اگر از یک الزام قانونی یا معنوی تخلفی صورت بگیره که باعث بشه خسارت به دنبال داشته باشه یا حتی نداشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه، این خسارت یک تقصیر صورت میگیره. خطا تقسیم بندی های خیلی زیادی داره همکاران عزیز. من 3-4 تا تقسیم بندی اینجا آوردم. خطا میتونه توسط انسان صورت بگیره یا در تجهیزات اتفاق بیفته، اما نتیجهش رو خود فرد رو مسئول میدونن. اصلا قبول نمیکنن که مثلا فرضاً دستگاه در فلان مرحله از حیات بیمار خراب بود یا مشکل داشت، یا استریل مثلا به عنوان در طب سوزنی استریل نشده و سوزن استفاده شده مثلا. یعنی کاری ندارم، یعنی که شما به عنوان کسی که اپراتور موضوع بودید شما این خطا رو کردید. پس در هر دو حال، چه بخواد انسانی باشه یا در تجهیزات اتفاق بیفته، خطا رو به خود فرد نسبت داده میشه. میتونه آشکار باشه خطا. یعنی چی؟ یعنی در کوتاه مدت عوارض بده و یا در بلند مدت عوارضش آشکار بشه. میتونه این پنهان هم باشه، یعنی مدت‌ها بگذره در بلند مدت یک عوارضی رو بده، باز خطا اتفاق افتاده در حال. میتونه سبک باشه خطا. بسیاری از این خطاهایی که سبک هستن قابل اغمازن، خیلی راحت میشه گذشت بس ازشون، و یا رضایت فرد رو به دست آورد. میتونه سنگین باشه. این خطاهای سنگین اکثرا پیگرد قانونی دارن، چه بسا مراجع رسیدگی کننده و محاکم پیگیر موضوع ممکنه باشن. اگه سوالی هست تو فهمید که وقتی ما مواجه میشیم توی نفر خودمون به بارکسه که مثلا توی تشخیص بیمار به علت حالا بقول شما آپدیت نبودنشون، یعنی هماهنگ نبودن با دانش روز، خطا میکنن، یعنی تشخیص غلط میذارن، یعنی که ضایعاتی رو نمیبینن، عمق نبوده که مثلا این شما رو نبینن، ولی خب جهل داشتن، ولی موضوع تکرار میشه و بعد هیچ وقت هم شکایت مریض به نتیجه نمیرسه و پرونده بسیاری از این دست مدار رو شاهد میشن مسئول، و همیشه هم بازوانی که من ندیدم، این حاملی و خاری بزنم که من ندیدم، مریض مورده که من نتونستم ببینم، این بچه یه دست در میشه یه دونه اومده که متوجه نشدم. درستی که عمدن نمیخواستی که خطا رو کنه، ولی من فکر کنم جهل پزشک، یعنی عدم آشنایی با اون واقعا علم روز، یکی از بزرگترین خطایی که پزشک میکنه مرتکب میشه از این شخص خودم، یعنی نمیتونه به صرف اینکه خب من نمیدونستم، حالا اینکه مورد بوده من ندیدم، حالا مثلا طرف میدونم این زایر بهش مثلا واقعا میشه اصلا سوفر میتونستیم این کاری برش انجام بدیم،
مثلا ماموگرافی سال قبل مریض هست زایره توش تشخیص داده نشده، حالا که اومده مثلا ماموگرافی سازه اینه شما فقط نمیشه عمدن نمیخواستی که مریض رو بکشون برای دکتر، ولی با جهدش کشته در این کار تکرار میشه. من فکر میکنم برای این مورد، یعنی من مسررانه میخوام که مثلا اگه شما سلاتون به گوش کسی میرسه اینا مطرح کنید که پزشکان که بکنه عدم نمیدونم مطالعه یا اون عشقی که باید نسبت به حرفش یا بیمارشون داشته باشن منجر به اتفاقاتی برای مریض میشن. به نظر من یه خطایی که باید حتما یه جایگاه خاص و تعریف خاصی که باید برشون باشه. پرونده زیادی داریم برای مورد میکنیم. خیلی تشکر میکنم از فرمایشاتتون. از اون خدمتتون که بله، دو تا سه تا موضوع شما فرمودید. یکی این که باز در ادامه حتما اسلایدهای ما هست، جهل و قانون رافع مسئولیت نیست. هیچ دادگاهی نمیپذیره که من در جریان موضوع نبودم، قطعا محکوم میشه فرد، اصلا درش بحثی وجود نداره. دومی که وقتی یک فردی به عنوان درمانگر بیماری رو مسئولیتش به عهده میگیره، تشخیص درمانی روی بیماری فرد میذاره، قطعا پاسخگو هست. هیچ بحثی درش وجود نداره، پاسخگو هست به اون درمانی که کرده و اگر خواسته یا ناخواسته هیچ فرقی نمیکنه. همون تخلفات و بحث جرم و تقصیر با هم صحبت کردیم، در هر دو حال مسئول هست، هیچ فرقی نمیکنه. بحث بعدی ارزان باشه بحث حق و زحمه بیمار. تا زمانی که پول بحثش نیست اصلا مشکلی وجود نداره، خیلی راحت ارزان باشه شما که موضوعات برطرف میشه و الی آخر. ولی وقتی که میگه که بحث پول است، اونجا دیگه مشکل کاملا معلوم میشه. خدمتتون عرض کردم این یک مسئله بسیار معروف حقوقی هست و حقوقدان‌ها میگن. نمیتونیم ما به هیچ وجه بگیم که من در جریان نبودم. ای عجب، آیین‌نامه در بحث تخلفات بوده، من اصلا ندیدم. اصلا هم چیز ندیدم. باید می‌دیدی. وقتی که شما در یک حرفه وارد شدید، باید مسائل حقوقی و اخلاقی مرتبط با موضوع بدانید. به این دلیل که من ابلاغ نشده، من در جریان نبودم، نشنیدم، اینها هم چیزی رو هیچ محکمه‌ای نمی‌پذیره از من و شما. سوال‌هایی به ذهن خطور می‌کنه. خب بالاخره پزشک چطور می‌تونه یا بالاخره اون کسی که درمانگر است به حقوق حقیقی خودش برسه؟ سوال دیگه. خب راهش همین چیزایی است که هم شماها گفتید، من این مختصر من اشاره کردم. اون این بود که خب طبیعتاً از علم روز، همین که فرمودن آپ تو دیت باشیم، واسه مطالب علمی رو خوب می‌دانیم، دلیل نداره که ازم شما که بترسیم. دو، بحث ارتباط با بیمار رو طبیعتاً رعایت بکنیم. و سوم ارزم خدمت شما که خوب اون صحبتایی که قبلا شد دیگه، حرفای بیمار گوش بکنیم، ته درمان خوب باشه، اگر بلد نیستیم بپرسیم، بریم مطالعه بکنیم. غیر از اینها باشه طبیعتا ما نمیتونیم حق خودمون جوری که هست باید و شاید نائل بشیم. این وسط بیمار تکلیفش چی هست؟ آیا بیمار نان مرده باید همینجوری بمونه؟ نه خیر، ارزم خدمت بیمار هم حقش است، باید ازش حمایت بشه به همین هر نحوی که ممکن است. از پزشکان صنفشون که سازمان نظام پزشکی است، سبب ممکنه دفاع بکنه. بیمارها چی میشن این وسط؟ بیمارها رو خود دادگاه ها هر سم خدمتتون میشن، حتی به عنوان مدعی العموم از یک کسی که مدعی یک روش درمانی شکایت بکنن و پیگیر باشن، و خود بیمارها میتونن شکایت بکنن و پیگیر موضوعشون باشن. توصیه که میشن توصیه آخری هست. هر چقدر ما بتونیم یاد بگیریم که چطور از منابع حقوقی استفاده بکنیم، قطعاً بدونیم که خیلی کارمون جلو هست. من چند تا مثال میزنم. شما به عنوان مثال میخواد یه چاه عمیق انشالله بر ویلاهاتون که شمال هست و در کیش و در کشورهای دیگر میخواد یه چاهی بزنید، خیلی راحت است. قوانین و مقررات مرتبطش رو میرید از خیابون انقلاب میگیرید، باز میخواد از چاه عمیق و چی میگن به عنوان مثال. خب فهمیدیم این چی هستش. خب میتونیم مرزان به یک نفر چاه کم بیاریم که این چاه بکنه برام. در بحث پزشکی قطعا خیلی مهمتر از این هست. شماها به عنوان اساتید بنده و همکاران بسیار گرامی، طبیعتاً وظیفه شماست که بدانید اگر در یک بابی وارد میشید، ببینید که قوانینش چی هست، مقررات چی رو میگن، آیین نامه هاش چیه و دستورالعمل های با مرتبطش. به عنوان مثال میخواید درمانگاه خیریه بزنید، همینجوری الکی نیست، قطعاً برای این آیین نامه وجود داره. در اون آیین نامه نوشته شده که درمانگاه خیریه چیست. میخواید درمانگاه پوست، لیزر، مو، هر چی از اون شما که و درمانگاه های تخصص دیگر رو بزنید. یک بیمارستان ان شاء الله میخواید و ازتون خوب شده یه بیمارستان میخواید بزنید، حتما این آیین نامه داره. اینجوری نیستش ارزم، آیین نامه تأسیس و اداره بیمارستان ها به عنوان مثال. و در بحث طب مکمل هم بخوایم بگیم فرق نمیکنه، باز به همین صورت هست. اگه فرمایش خاصی هست بفهمید. یکی از موضوعاتی که بسیار مهم هست این بخش از صحبت هامونه. هرگاه فردی به شما مراجعه میکنه، مراجعه میتونه تلفنی باشه، حضوری باشه یا به هر صورت دیگر، اندیک سیستم های الکترونیک هم هست،
از پشت اینترنت و نمیدونم سیستم های دیگری که وجود داره. عرضم مراجعه میکنه به عنوان بیمار. همین که مراجعه میکنه و عرضم خدمت شما که بیماریشو بیان میکنه، رضایتنامه نوع اول که رضایتنامه شفاهی هست، تلویحی هست یا اصطلاحاً ضمنی هست، اتفاق افتاده. یعنی اون فرد دنبال درمان اومده. همین کفایت میکنه برای شما. اما بخواید اقدام به امر درمانی بکنید، حتما نیاز هستش که نوع دوم رو ما داشته باشیم. یعنی نیاز هست عرضم خدمت شما که حتماً از بیمار رضایتنامه صریح و مکتوب بگیرید. طبیعتاً در اون رضایتنامه یک سری مسائل باید رعایت بشه. یک، تشخیص شما با این درمان چی هست؟ تشخیص که مشخص شد، روش‌های درمانی شما چیست؟ سوالی هست اینجا؟ همه فکر کنم بلدن این چیزا رو، مثلا خیلی عادیه. فهمید؟ آخر مطلب بزرگ زلانه سوالی در خصوص رشته کار خودمون در زمین طب محکم هست و اتفاقا بخشش به ما مربوط میشه، میخواستم داشته باشم اگه ممکنه شما کلی توضیحات رو بفرمایید. من بله. دو سوال دارم. خیلی سپاس گذارم. چشم. صداش بکنید. میپیچید. عرضم خدمت شما که دومین نوع رضایتنامه خدمت براتون عرض کردم، رضایتنامه مکتوب و صریح هست. رضایتنامه اولین نوعش میتونه برای افرادی باشه که بزرگسال هستن، بیمار عادی هستن، خودش به پای خودش مراجعه میکنه. شما میتونید عرضم خدمت شما که رضایتنامه بدید. اما تیپ های مختلف رضایتنامه هم وجود داره. خود نظام پزشکی هم عرضم خدمت شما به این موضوع وارد شده و رضایتنامه های رو آماده کرده، چاپ کرده که شاغلان پزشکی با توجه به این از بیمار رضایت بگیرن. خب برای بیمار عادی که این موضوع بس حل شد دیگه، مشکل خاصی وجود نداره. نوع بعدی برای افرادی هست کودک هستن، صغیرن یا حتی نوعهای بعدی هم شامل همین موضوع میشه. معلولیت دارن، کهنسال هستن، خودشون به هر دلیلی نمیتونن رضایتنامه رو پر بکنن. اینه خب مشخص است. سرپرستان اینها والدینش میشن، میتونن باشن سرپرستان قانونیشون، محاکم میتونن باشن. اما کسی که بالاخره از این محشور داره حمایت میکنه، باید حتما از اینها رضایت گرفته بشه اقدام برنامه درمانی. اگر رضایت گرفته نشه، طبیعتا فرد میتونه مدعی باشه و ما هم کم گیریم مثلا در مقابل ادعایی که این فرد داره. اما نوع سوم رضایتنامه مواردی از اورژانسی هست. یعنی فرد مراجعه میکنه، میبینه که خب بالاخره خدا نکرده حادثه‌ای براش اتفاق افتاده، نیاز به فوریت‌های پزشکی داره. به این دلیل میارنش. خب طبیعتا اصلا این شرایطی نداره که بتونه، مثلا در کما هست، شرایط دیگری داره، اصلا نمیتونه این رضایتنامه امضا بکنه. مشکل خاصی نیست. در بند سوم قانونگذار این اجازه داده که فرد بدون که رضایتنامه ای رو پر بکنه، سریعا باید کارهای اورژانسش انجام بشه. ولی بعد از اینکه این اورژانس برطرف شد، باز وظیفه است حتما ارزم شما از فرد اگر به هوش باشه، هوشیار باشه، رضایتنامه گرفته بشه و اگر غیر از این هست، از افرادی که آورنده این هستن، والدینش، سرپرستان و قانونش، از اینها رضایت گرفته بشود. خب آقای دکتر شما سوالی هست؟ من بفهمیم بعد. خب آقای این رضایتنامه هست، یعنی هر مریضی که مطلب باید ازش، از نظر پزشکی اگر اقدام هر کار درمانی بکنیم باید رضایت داشته باشه. حالا مثلا بحث دوستانه فرق میکنه، مثلا دوست شما زنگ زده میگه راستی سرم درد میکنه، مثلا من چیکار بکنم، اون بحثش جداست. اگر ما رسما به حرفه درمانگری اشتغال داریم، بدانید که بله اقدام به هر امر درمان نیاز به رضایت داره. مثلا شما چه رشته‌ای هستید؟ شما اقدام به امر درمانی نمیکنید، شما ارزم به شما اقدام به کار تشخیصی میکنید و جوابی رو میفرستید. بعد نه رضایت نه خیر، ارزم به شما که اون که به عنوان یک بیماری است که برای شما مراجعه کرده، یک نفر رفر کرده، خب این وظیفه شماست که با توجه به اون رفرش انجام بدید. این یک. دوم ارزم به شما که نه، خودتون شخصا میخواهید یک بیماری ببینید. بله، خودتون حتما رضایت میخواد. بله، مگر میشه شما اینترونشن انجام بدید و رضایت نگیرید از بیمار؟ این که اصلا خصوصا انواع ارزم به شما برای کارهای مرتبطش. برای هر مورد مطلب همین که حضور پیدا کرده در مطلب نوع اول است. نه خیر، اون نوع اول است. و ما هم در نهایت هم نسخه رو میدیم، خیلی میگن ما مثلا اینجور میگم، ما این تشخیص ما اینه، دوست داره بخواه، دوست نداره نه. میگم این نوع اول هست. نه نه، اقدام به امر درمانی. ببینید منظور قبلش اگه ما گفتم نه نه ببخشید خام دوستو، منظور پروسیجر هست. یک کار درمانی مستقیم میخواد بیمار انجام بدی. به عنوان مثال شما، بله، یک جراحی مینور مثلا هست، یک میخوام مثلا سوزن بزنیم به بیمار، به عنوان مثال کاری که دقیقاً مستقیما رو بیمار شما میخواد یک کار اقدام درمانی بکنید. این که مثلا اومد درزم باشه میگه خب سرم درد میکنه، به عنوان مثال استامینوفن فلان خوش اومد، این امر اول هست. اصلا بر همین موضوع مراجعه کردیم، اقدام به امر درمانی نیاز به ببخشید.
جام دو با ترجمه که عدتالی کارشناس طب مکمل در وزارت بهداشت هستی، من چند تا سوال دارم که میخوام کنیم سریع و روشن و مشخص به پاسخش برسیم. یکی اینکه دوستان عزیز ما که عمدتا کادر درمانی هستن از فرادرمانی استفاده بکنم یا خیر؟ دو، چگونه مثلا اجازه نامه رضایت نامه دریافت بکنم؟ سوال سه، دورنمای طب مکمل در دنیا، در ایران. این سه تا سوال رو ما از سیپری هم پرسد دیگه باشیم که میخواییم در واقع از بحث حقوق در سلامت عمدتاً در جهت سوالات گروهی خودمون در واقع از حضرت عالی استفاده حتما ارزم من شما که خواهش میکنم. چند تا سوال بود، من حالا یه توصیه هم مجبور هستم در موردشون بدم. یک، عرضم خدمت شما که بحث استفاده از روش‌های درمانی خصوصا طب مکمل، توضیح این رو عرض کنم خدمت شما که موضوع طب مکمل خب و طب سنتی یا اسامی دیگری که باز همین باب هست سال‌هاست که مهم هست در کل دنیا. کشور ما کشور جمهوری اسلامی ایران عرضم خدمت شما که و شاید بیش از 700-800 سال، شاید هم بیشتر از این، ما کشوری هستیم که مهد رازی ها، ابو علی سینا ها و اساتید و دانشمندان بسیار بزرگی بودیم. ما مدعی بودیم که عرض حکومت شما که بحث پزشکی در دنیا یک جوری به ما مرتبط بوده، بحث ایران باستان کم چیزی نبوده. متاسفانه به دلایلی در صدها سال اخیر این موضوع ازش دور ماندیم، محجور ماندیم و این باعث شد که پزشکی سنتی ما کاملا افت بکنه و بالاخره شاید هم به نزدیکی صفرش سقوط بکنه. و بعد که دیدیم که در دنیا بالاخره از 80-90 سال قبل دیدیم که پزشکی روز بالاخره اونجوری که باید شاید نمود پیدا کرد و مهم شد، به سرعت دنبالش دویدیم و خب یه چیزهایی رو به دست آوردیم. البته خب خوشبختانه شاید بگم که در بسیاری از علوم پزشکی جلوتر هست از بسیاری از علوم دیگر و مطرح هست پزشکی کشور ما الحمدلله، اما در بحث طب مکمل و سنتی متاسفانه خب خیلی عقب مانده بودیم. اما این رویکرد الان خب عوض شده، شاید در دو سال اخیر در سال 86 و 87 این روند به سرعت در حال رو بهبودی رفتن هست، به طوری که یک بیش از 3 تا دانشکده طب سنتی و طب مکمل در جریان هست در کشور، الان افتتاح شده. خب این خیلی خبر مهمی هست در کشوری که 780 سال دانشگاه جندی شاپور و الی آخر، الان 3 تا دانشکده طب سنتی و مکمل داریم که به عنوان چه بسا کارشناسی ارشد دانشجو گرفتن و پی اچ دی ارتقا دادن. پس موضوع خیلی مهم هست. یک دوم عرضم خواهد شما که در وزارتخانه‌ای که 4 تا بیشتر شاید دبیرخانه وجود نداشت، دبیرخانه پزشکی عمومی، دندان پزشکی، داروسازی و علوم پایه، الان یک دبیرخانه دیگری داریم. در دو سال اخیر هستش اینا که اتفاق افتاده، دبیرخانه طب سنتی و مکمل. پس این رویکرد نشانگری این هستش که کشور ما به سرعت طب مکمل جا داره میفته. باز مستثنی شما اساتید بسیار گرانقدر که در دنیا آخر طب دو نوع هستش دیگه، یکی طب آلوپاتیک هست، طب آلوپاتیک تقریبا طب روز هست، طبی است که خب ما به عنوان شاغلان حرف پزشکی ما میایم با اون بیمارها درمان میکنیم، اما طبی که و بسیار هم خدمات ارائه داده، خدا وکیلی اونقدر زیبا هستش که آدم نمیتونه واقعا ازش چشم بپوشه. این همه روش های آنتی بیوتیک تراپی رو شما ببینید، واکسن ها رو ببینید که چقدر واقعا معجزه کردن در علم پزشکی، روش های جراحی رو ببینید، مثلا به عنوان مثال میشنوید فلانی تومور داره، اصلا این فرصتی وجود نداره، شاید دو روز بعد به تمام کارش، شاید یک روز بعد خیلی راحت شب میره تومور جراحی میشه در آورده میشه، هم یک هفته بعد این شخص کاملا آماده شد اومد خونه، یه کارهای بعدی داره که خیلی راحت میبینه که این درمان میشه. پس خدماتی که طب روز راه داده بسیار ارزشمند است، اما در سالهای اخیر دیدن که این کفایت نمیکنه، واقعا بعضی بیماری ها هست درمان نمیشن، به هر حال از انواع روش های مختلف پزشکی روز استفاده میکنه باز درمان نمیشه، و چیکار بکنیم؟ مثالش ارزم خدمت شما که خیلی ساده هاشو مثال بزنم، از ام اس، انواع میگرن ها و انواع دیسکوپاتی ها و الی آخر بیماری هایی هستن که ارزم خدمت شما که واقعا به این سادگی درمان نمیشن با طب روز. خب چیکار بکنیم؟ طب مکمل باز یک بار دیگه بعد از 3-4 هزار سال به کمک ما اومده بسیار زیبا اینها رو درمان میکنه و فرصتی بسیار گرانقدر رو در اختیار ما قرار داده و خیلی خوشحال هستیم که الان بنده خودم رو در جمعی حضور دارم که خب شماها قطعا پیشگامان این علم هستید و انشالله به زودی خواهید دید که چقدر شکوفا خواهد شد در کشور ما. اینجای تبریک داره به شماها و
بحثی که استاد فرمودن، بحث فرادرمانی، این هم در همین شاخه است. باز من این رو داخل پرانتز عرض می‌کنم خدمتتون، شماها همگی هایسون رو خب می‌شناسید. هایسون کتاب مادر طب داخلی هست، کتابی است بسیار ارزشمند. وقتی هایسون صحبت می‌کنه دیگه بقیه باید بشینن گوش بکنن. فکرم اونجوری که الان باز در ذهنم هست، صفحه 66 و 67 طب داخلی هایسون یک چپتری وجود داره، اصلا یک فصلی هست به نام فصل کامپلیمنتری مدیسن. در صفحه بعدش هم فکر کنم صفحه 67 باشه، اصلا یک جدولی آورده که شاید بیش از 30 روش درمانی طب مکمل رو شما حتما دیدید. این رو در فصل 10ش باید باشه. خیلی زیبا صحبت کرده از طب سوزنی، هومیوپاتی، طب انرژی و طب های دیگر. بسیار زیبا صحبت کرده که چطور میتونن کمک بکنن برای درمان بیماران. فرادرمانی خب یکی از این شاخه هاست، طبیعتا میتونه بسیار کمک بکنه برای درمان بیماران. و همینطور عرضم خدمت شما که آینده این رو بخوام باز غیر از اون بحثایی که خدمتتون عرض کردم در نظر بخوایم بگیریم، آینده‌ش هم باز بسیار روشن هست. ترا که بازی تحقیقاتی که شده این نشون میده در از 100 تا دانشگاه اول دنیا در رنکینگ دانشگاه‌های جهان، مستثنی با 3 4 نوم رنکینگ در دنیا بیشتر ندارید که میان دانشگاه‌های مطرح دنیا رو تقسیم بندی می‌کنن. در این رنکینگ شما نگاه بکنید از 100 دانشگاه اول دنیا شاید بیش از 60 70 تا دانشگاه ما در دنیا طب مکمل رو ارائه میدن، یعنی روش های مختلفش رو، چه بخواد از طب مکمل استفاده بکنن برای پژوهش، برای درمان یا برای بحث آموزشی. و اینها نشونگر این هستش که ما خب قطعا همین مسیر گام برمی داریم و نهایت خیلی میتونه کمک بکنه برای ما که انشالله آینده روشن رو از همین الان ببینیم و انشالله در این راه گام برداریم. جدیدن یه سری براعتنامه اومده برای یعنی به جای رضایتنامه های قبلی براعتنامه ها برای بیمارستان اومده که اون را حتما پزشکی ما در پیشنهاد شد. بله عرضم خدمت شما که رضایتنامه خب حالت پیشرفتهش همون فرمایش شما هست، براعتنامه منجر میشه. اونها بحثایی هستش که خب به طب در مراکزی مثل مراکز جراحی محدود و بیمارستان ها خب کارهای کاملا جراحی خاص انجام میشه. حتما از قبل باید باز این قانون داره در ادامهش اومده عرضم خدمت شما که حتما باید براعتنامه پر بشه. اگر براعتنامه پر بشه بله بسیاری از مسئولیت های بعدی بیمار بس خب خیلی زیاد هست. متاسفانه فرصت کم است آقای مهندس، فرصت کم دادم ارزم من این رو میخونم دیگه حالا چون فرمودید ببخشید. خب قانون مجازات اسلامی هست، مصوبه 83 هست. خب ارزم من با آخرین تغییراتی که داشته و همینطور مجلس دوباره ارزم من این قانون مجری هست. ماده 322 اینو میگه، میگه هرگاه طبیب یا بیتار چی هستش دوستان؟ ماشاءالله. و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او، همون صحبتایی که داشتیم، و یا از صاحب حیوان براءت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود. این فرمایش شماست. قانون میگه این رو دیگه. بسیار زیبا هم گفته. بله، سوال دیگه؟ برای طب مکمل رضایتنامه خیلی خاص مشخص وجود نداره، همونطور که برای طب‌های دیگه هم وجود نداره. رضایتنامه یک چیز عامی هست، یه سری جاهای خالی داره، یک در مورد تشخیصی که شما دادید، دو در مورد روش درمانی. همین استادم همین سوال کرد، من یادم رفت پاسخ بدم. حتما باید در جریان هستید بحث کامن لا یا در واقع حقوق عمومی یا حقوق عرفی. این رو میگه که شاغل حرفه پزشکی یا پزشک از هر روش درمانی میتونه استفاده بکنه برای درمان بیماران. طب مکمل هم از این موضوعش و استثناء نیست، یک روشی است برای درمان بیمار. پزشک میتونه از همه روش استفاده بکنه برای درمان بیمار، مگر اینکه خساراتی پدید بیاره، مگر اینکه مشکلاتی، اونم فرق نمیکنه از هم روش روزم استفاده بکنه. شما مشکل و بیمار پیش به پاسخگو هستی، تفاوتی نداره. برای طب مکمل نه، اونجوری نیستش که رضایتنامه خیلی خاص وجود داشته باشه. همه رضایتنامه فکر میکنم عام کفایت میکنه موضوع، چون دیگه خب اون کاری نداره با چه روشی. طبیعتا اگر از روش‌های شناخته شده درمانی استفاده بشه برای درمان بیمار، طبیعتاً اگر موضوع در محاکم مطرح بشه و یا ارزم هست شما که در سازمان‌های رسیدگی کننده به تخلفات مطرح بشه، طبیعتاً خب ازش براءت حاصل میکنه، هیچ بحثی وجود نداره. و این از این روش‌های استفاده بکنیم خودمون نمی‌دونیم چی هست. ارزم من اون وقت درمانش هم نمی‌دونیم با به چه صورت میگیره،
خب این میتونه خب عوارض داشته باشه، عواقب داشته باشه دیگه. ولی چون پزشک خب همه این داستان‌ها رو میدونه، خب طبیعتاً نه مشکل نیست. این باز مثلا رو هم عرض بکنم خدمتتون، اصطلاحاً ما میگیم که مثلا برای شغلان حرف پزشکی رو عرض می‌کنم، شما یه پاسبان رو در نظر بگیرید، از سلاح‌های مختلف استفاده می‌کنه برای اینکه اون کسی که تخلف کننده هست یا عرضم خدمت شما که مشکل داره است، بالاخره اونو جمع می‌کنه مشکلش. به عنوان مثال یک، کسی که از عابر پیاده رد میشه یک سوت داره، سوت می‌زنه، میگه خب وایس آقا. اگر همچین کاری به عنوان مثال هست اینا صورت نگیره، اون وای نیسته، خب یه باتوم هم داره برای کارش. اگر برفرض اون نسیده یک دستبند هم داره برای یه مجرمی که حالا میخواد مثلا فرد، بعد یه اسلحه هم داره. تصور به این هستش که پزشک باید از همه روش ها، چون پزشک وظیفش درمان بیمار هست و در فرهنگ ما هم این درمان خیلی مهم است. اونقدر مهم است که در فرهنگ ما میگن که اگر یک نفر رو از بیماری برهانی، انگار جهانی رو نجات دادی. پس این وظیفه شاغل حرفه پزشکی با منطقه یه پرستار، یک روانشناس، یک پزشک، داروساز، دندان پزشک، این هستش که به این وظیفهش عمل بکنه، از هر روشی که واقعا میدونه که میتونه کمک کننده و بیمار باشه استفاده بکنه و با اون بیمار رو درمان بکنه. از پزشکی قانونی یه پزشکی میاد از کلیه مریضا، حالا تصادفی، تروما، نمیدونم عملای دیسک، تومورای نخاع، برین تومور، هر چیزی میاد برائت میگیره. خب اگه اینجوری باشه که هیچ وقت دیگه هیچ پزشکی در واقع نه خطا کرده نه تخلف، این میشه یه امر عادی نه؟ عرضم خدمت شما که درست هست. اون برائتنامه یا رضایتنامه که خب صحبت شد، این دلیل برای این نیستش که شما مثلا با گرفتن یک نامه، یک مکتوب، یک امضا دیگه آدم برای همیشه ارزان باشه میتونه از قانون شهرش فرار بکنه یا ارزان باشه هر کاری دوست داشت با بیمار رو بکنه. بیمار هیچ حق نداشته باشه کاری، اصلا هم چیزی نیست. نه خیر، قطعا ارزان باشه بیمار شکایت بکنه، شما در هر جایی علارغم داشتن اون برای اتنامه و رضایتنامه باید پاسخگو باشید، هیچ بحثی وجود نداره. ولی وقتی شما اینو داری، مزیتش این هست، شما میتونید در اون محکمه بگید که من از اول روش درمانی رو گفتم بهش، گفتم اینقدر این احتمال ده بهبودی داره، احتمال بهبودی به عنوان مثال از نسبی تا کامل، مثلا از این درصد تا این درصد، این نشونگر صحبت شما با بیمار است، یک چیز غیر منطقی و ارزم شما که ذهنی نیست، به چیز واقعی است، مکتوب شده و با این هست ارزم شما فرد میتونه در محکمه این رو اظهار بکنه و مدارکش نشون بده. اما این دلیل نیست هر کسی ارزم شما گفتم یک برائتنامه داشته باشه با این نجات پیدا کنه، اصلا هم چیزی وجود نداره. اما نداشته باشه در هر حال محکومه، چون میگن که اصلا شما اصول اولیه رو رعایت نکردید. بفرمایید. ببخشید جناب، می‌خواستم تقاضا کنم از شما در حضور شما که مقام رسمی و شناخته شده کشور هستین، از جناب استاد طاهری تشکر کنم از طرف خودم و همه بچه‌هایی که این طی این سالیان سال در خدمتشون بودن و تلمس کردن، چون واقعا تأثیری که روی یعنی روش‌های درمانی که ایشون از طریق فرادرمانی و بدون هیچ عارضه‌ای، نتایج شگفت‌آوری که ما دیدیم و من جمله من خودم امروز یه سری با مدرک آوردم همه اینا رو اگه بخواید نشونتون بدم، واقعا این میگم شاید راهی که ایشون از کودکی یا از نوجوانی که هنوز خیلی جوانن، البته شاید 30-40 سال روش کار کردن، واقعا یک شبه نه یک شبه اینا واقعا راه 100 ساله رو به دیگران آموختن، یعنی با یه اتصال، و این واقعا حیرت آوره. و ادعای صحبت هم مدارکیه که الان دارم تا یه سال، یعنی این مدتی که کار کردم و خواستم در حضور خب خود استاد میدونم و اون ارادتی که همه برصورت کسایی که در خدمتشون تلمس کردن آگاه هستم، ولی من خواستم به عنوان یه طبیب و از حق خودم، حق قانونی خودم به عنوان یه شهروند استفاده کنم، از شما که مسئولیت رسمی دارین اینو انعکاس بدین در سطح کل برصاد وزارت بهداشت و آموزش و درمان یا اسمای جدیدی که قرار پیدا کنه و ما نمیدونیم، و که واقعا رسما ازشون یه تشکری بشه. من واقعا صمیمانه سپاسگزارم. عرضم خدمت شما که قطعا همینطور است که شما میفرمایید، بنده خب به نوبه خودم تشکر میکنم قطعا از استاد. عرض کردم در عرض قبلی خودم که نجات یک بیمار نجات کل انسان هاست و خب ایشون در این زمینه گام برمیدارن و جای تقدیر داره، هیچ بحث خاصی وجود نداره. بودن استاد در این دانشگاه، دانشگاه تهران که به عنوان اولین دانشگاه رسمی کشور ما هست و تدریسی که میکنه، فکر میکنم مؤید همین موضوع است که قطعا سیستم قدرش رو میدونه.
امیر هست در خدمت شماست. خب با عرض سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، ما لازم بود که ارتباطی بین این دو بخش برقرار می‌کردیم. البته انشاءالله در آینده نزدیک جلسات تخصصی در خصوص حقوق در سلامت و بحث بررسی دقیق موازین قانونی با توجه به اینکه طب مکمل در حال پذیرش هست و در حال باز کردن جای خودش هست و استفاده از کارشناسان و از صورت وزارت بهداشت و از سایر کارشناسان کمیته حقوقی خودمون، اینا را انشالله بتونیم داشته باشیم. یعنی به هر صورت دیم در متوجه شده که این پلی شد بین دو بخشی که لازم بود این رویاروی انجام میشد. خب خدمت دوستان توضیح دادیم که در واقع اطلاعات یک سلول در چند رده طبقه بندی شده و یک رده اطلاعات مربوط به خودشه که اطلاعات مربوط به خودش در سه بخش، یکی اطلاعات فانکشنال خودش که چیکار کنه چیکار نکنه که اونو تحت اپراتور خودش که توضیح دادیم قبلا و حالا اشاره میکنیم اپراتوری داره که در واقع همون کنترل توسط ذهن خود سلول به تنهایی، توضیح دادیم که به یه شکلی عمل میکنه و اطلاعاتو کامل داره، ولی وقتی میاد تو مجموعه تحت اپراتوری قرار میگیره و از اینجاست که اشکالات براش پیش میاد، از اینجاست که در واقع اون اطلاعات خودشو که داره نمیتونه مورد استفاده قرار بده مگر از طریق اپراتوریش. و یک برنامه ریکاوری داره، برنامه ترمیم و به هر حال اصلاح و اینها رو داره، یک برنامه ایبیابی سلول که در واقع اسکن به منزله این هست که ما وقتی میگیم اسکن برنامه ایبیابی سلول رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی اطلاعات مربوط به عضوه، یعنی عضوی که سلول در اون شرکت داره، و اطلاعات مربوط به پیکره، خب اطلاعات مربوط به شاخه انسان، یعنی از کجا شاخه انسان تعریف میشه، و یکی اطلاعات مربوط به همه شاخه های حیات به عنوان مثال انسان، گیاه، حیوان، حتی شامل میکروارگانیسم ها و اینا هم در واقع هست. یک بخش دیگه اطلاعات مربوط به زندگی اشتراکی گونه هاست، یعنی دوران جنینی حیات. البته همه اینا رو که میگم خدمتتون، امیدوار هستیم در آینده راجبش به تفصیل صحبت بکنیم. و یک اطلاعات مربوط به ثانیه صفر هست، ثانیه که در واقع حیات استارتی خورده و از اونجا به بعد دوران جنینی حیات آغاز شده. چون توجه داشته باشین که زمین فاقد شرایط حیات بوده، از خورشید جدا شده و بعد از اینکه خود جدا شده در واقع نه آب نه اکسیژن هیچ چیزی نداشته جز اینی که از خورشید جدا شدن که میبایستی حرارت بالایی داشته باشه، بعد از جدا شدن سرد شده. اما چگونه در روی کره زمین در واقع آب تشکیل شده و به اصطلاح اکسیژن و اتمسفر پیدا کردیم، اینها خودش یک ماجرای چگونه زمین برای کشت و زرع آماده شده، اینها همه خودش هر کدوم به تفکیک ماجراهایی داره و در واقع یک آنالایزرهایی ابتدا به ساکن در دوران نطفگی حیات کارهایی رو انجام دادن و که شرایطی رو فراهم کردن که خب در هیچ کدوم از سیاره های منظومه شمسی مهیا نیست. خب پس حالا قبل از این که اطلاعاتی رو که دنیا علم میاد در از ابتدا آغاز میکنه، میبینیم که ما قبل اون صحبت‌های بسیار زیادی مطرح هست و این خودش یه بحث مستقل و قابل توجهی هست. بنابراین اطلاعات
از ثانیه صفر حیات در یک سلول به اصطلاح چیه؟ کاملا نهفته و موجوده و این هفت طبقه اطلاعات، هفت دسته اطلاعات و هفت آسمان اطلاعات، هفت گاوصندوق اطلاعات. حالا درون ذره هم بریم همینه، به آسمان بریم همینه، میکروکازمیک، ماکروکازمیک، هر جا که بریم در واقع ما به یک اطلاعات طبقه بنده شده بر میخوریم که این ماجرا رو برای ما رقم میزنه که چطوری بریم داخلش. و مطلبی که اشاره بهش داشتیم اینه که دو نوع تفکر رو ما داشتیم، که تفکر سخت افزاری و تفکر نرم افزاری. این در واقع علوم علم رایج، حالا در زمینه پزشکی تفکر سخت افزاری داره، به صورت مثلا هاردویر نگاه میکنه به مسئله، و یه تفکر نرم افزاری که تفکر در واقع فرادرمانی هست. و توی این ماجرا دیدیم که تمام بازی های ما بازی با اطلاعات، بازی با آگاهیه. اگر ما بتوانیم به اطلاعات سلول دسترسی پیدا بکنیم، شما حسابشو بکنید که چه کارهایی میشه کرد، چه کاری میشه انجام داد. مثلا فرض کن گویا در یکی از این اخبارها یک کسی رو بدنش گیاه و اینها نشون داده بود که رویش میکنه و روی بدنش گیاه رویش میکنه. شنیده بودی همچی خبری؟ خب حالا شما توجه بفرمایید که این از نظر این ماجرا چقدر چیز توجیه پذیره که ما اطلاعات رو، اطلاعات روی شگی ها رو داره جان؟ بله. حالا یعنی منظورم اینه که اون وقت توجیه پذیره، در واقع اون وقت ما متوجه میشیم که چه امکانی وجود داره. کافیه که اطلاعات مربوط به رشد گیاه در این سلول چی بشه؟ نفوذ بکنه، یعنی نفوذ بکنیم و این اطلاعات اکتیو بشه. و بله حالا به هر صورت اختلافی که شیوه تفکری ما الان در مکتبی که داریم با سایر مکاتب، با سایر شاخه ها داره، این هست که ما به این قضیه نرم افزاری رسیدیم و حالا از هر زاویه نگاش بکنیم میبینیم که در واقع چیزهایی هست که توی تفکر سخت افزاری، تو این تفکر سخت افزاری جایگاهش قابل تعریف نیست. مثلا فرض کنید که به عنوان مثال ما یک بررسی روی انرژی های که در چیدمانمون به کار میره داشته باشیم، به یک بحثی برمیخوریم به نام مدیریت انرژی. مدیریت انرژی یک مسئله بسیار پیچیده است. ما چند جور انرژی داریم از نظر علم پزشکی؟ یه ATP داریم، درسته؟ حالا سیستم های انرژی رو بسیار زیاده و خودش اصلا یک دوره مجزایی رو می طلبه. من به عنوان مثال برای اینکه از هر در واقع از هر بحثی می خواهیم چی میگن یه اشاره فقط داشته باشیم، چون واقعا خب زمانمون برای بررسی همه موضوعات حقیقتا کافی نبوده. ببینید انرژی نوع اول رو که می شناسیم، انرژی نوع دوم رو در طول رشته ها، در طول دوره هامون متوجه شدیم که انرژی نوع دوم مثال دادیم که بله الان فرض کنید که
آخر وقته، ما خسته ایم، خوابمون میاد، گرسنه ایم، تشنه ایم، همچین که داریم به سختی راه میریم تلفن ما کافی زنگ بزنه، بعد ما ببینیم که حالا اون طرف ممکنه خبر خوب بدن. بالاخره بعد از اینه که تلفن ما قطع میشه احساس میکنیم که اصلا ما یک انرژی جدیدی پیدا کردیم، نه خسته ایم نه گرسنه ایم، و تا 48 ساعت بعدم میتونیم نخوابیم. یعنی موضوعی که اینجا مطرح شده یک انرژی رو ایجاد کرده، این انرژی اون انرژی فیزیکالی که ما میشناسیم نیست دیگه. خب فرق داره با انرژی فیزیکال. مثلا ما گرسنه ایم، غذا رو میخوریم، نهار غذا رو میخوریم، بعد یواش یواش خواب هم پشت سرش بر ما غالب میشه، یعنی همونجا پای چیز یواش یواش میریم. یعنی گرفتن انرژی عاطفه دلیل بر تسلط بر خواب و خستگی نیست. اما یه انرژی داریم که در واقع بدون اینکه چیزی رو چی میگن به اون صورت تبادلش رو متوجه شده باشیم، رفع خستگی میکنه، رفع تشنگی میکنه، رفع خواب میکنه، رفع همه چی، جای همه چی رو میگیره. کافیه که یک خبر تا 72 ساعت ما انرژی لازم، یعنی مثل اینکه دوپینگ عجیب غریب کرده باشیم. درسته؟ قبول دارین؟ یه تعریف، خب یک تشویق، یک تمجید، یک نمیدونم از این مسائل. و بالعکسش رو هم باز تو مثالا داشتیم. فرض کنید صبح خواب بلند شدیم، کامل قشنگ خوب ما خوابیدیم، صبحونه خوب خوردیم، ارزش کردیم، صبحونه خوردیم، همه چی قبراق، از در خونه میام بیرون، یه دفعه یکی ما بر میخوره میگه که با خدا مرگم بده، این چه قیافه، چرا اینجوری شدی؟ وای خدا مرگم بده. کافیه که در ثانیه ای همه انرژی های ما چی میشه؟ ساکشن میشه، انگار ما نخوابیدیم نه صبحونه خوردیم، دیگه اصلا نای حرف زدن رو هم نخواهیم داشت، و از اونجا به بعد دیگه ما انرژی لازم برای هیچ کاری، حوصله لازم برای هیچ کاری رو نخواهیم داشت. آیا نه درست یا درست نیست؟ پس ما این تکلیف، این انرژی ها چی میشه؟ اینا چیه دیگه؟ خب انرژی های غیر فیزیکال، یعنی انرژی نیست که ما بگیم خب ما برای غذای خوردیم، اتفاقی افتاده، کاری کردیم، نیست. در واقع ما بخش عمده انرژی، مدیریت انرژی ما انرژی غیر فیزیکاله، ولی باید سرکار داریم. و یکی از مسائلی که ضریب افت پتانسیل سلول رو تعیین میکنه انرژی های به اصطلاح انرژی های غیر فیزیکال اتفاقا. مثلا به عنوان مثال هرچه رضایت ما از زندگی بیشتره ضریب طول عمر بیشتره. چرا؟ چون این خود این رضایت منجر به یک انرژی، یک نوع انرژی غیر فیزیکال میشه. هرچه رضایت ما از نمیدونم زندگی، کار، همسر، فرزند، نمیدونم همه چیزا بیشتر میشه ضریب طول عمر بیشتر میشه. و بالعکس. قبول دارید اینو؟ خب بنابراین فاکتورهای بسیار زیادی تو کاره که بررسی های نهاییش دوباره به سمت بررسی های نرم افزاری میرسه. و بعد مثلا فرض کنید انرژی های ناشی از پیامت های معنوی. خب مثلا یه بخشش یک سبکی ایجاد میکنه که همون لحظه اون سبکی احساس میشه، یک انرژی ایجاد میکنه، یک نمیدونم ماجراهایی رو به جریان میندازه. محرک های انرژی های غیر فیزیکال بعضی از بیرونه، مثل همون مثال اول، بعضی از درونه، بدون اصلا کاری با ما کسی داشته باشه. ما الان میتونیم به یک بخش از خاطرمون بریم، یه دفعه به یک انرژی زاید الوصفی برسیم، میتونیم به یک بخشی از خاطره و حافظمون بریم، یک دفعه کاملا همه انرژیامون تخلیه بشه. قبول دارین؟ خب اینا یعنی در واقع در مدیریت انرژی بحث‌های عجیب غریبی مطرح میشه. یک انرژی
انرژی نوع چهارم هم مثال بزنیم، حالا تا نوع انومیناش باشه دیگه طرفمون. خب شما طی یک آزمایشی میتونید به یک نفر بگید بشین بلند شو، بشین بلند شو، بشین بلند شو، اونقدر آخرش چه اتفاقی میفته؟ آخرش فلج میشه دیگه، برای اینکه خب روی مفاصل اصلی تشکیل میشه و از به هر حال فلجی موقت دست میده. قاعدتا دیگه این شخص تا ساعت‌ها نباید، تا زمانی که اون اسید و اینا تجزیه بشه و این دارم چی بشه، دیگه نباید بتونه حرکتی داشته باشه، فعالیت داشته باشه. اما اگر در همین اسنا متوجه شه بچهش داره از روی بلندی میفته پایین، یا گفتم یه سکه طلا ببینه که افتاده اونجا، خب به اصطلاح در لحظه تسلط کامل بر فرج بودنش پیدا میکنه، در لحظه قابلیت این هست که به اصطلاح تجزیه آنی رخ بده و به اصطلاح عضلات و مفاصل و همه به وضعیت طبیعی برگردن، و در واقع اون در این شرایط حتی با قابلیتی خیلی بیشتر از وضعیت عادی، با یک انرژی خیلی خارق العاده تر به اصطلاح یک حرکاتی رو انجام بده که در شرایط معمولی امکان پذیر نبوده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی باید بیفته که خب برای اینکه یک مسئله شیمیایی رخ داده و روی مفاصل همچین قضیه پیاده شده، حالا چطوری میتونه یک همچین قضیه رخ بده؟ بنابراین ما یک سیستم های شورتکاتی داریم. یکی از مواردی و مسائلی رو که ما استفاده ازش میکنیم، استفاده از شورتکات هایی است که در واقع میتونه در یه لحظه قابلیت هایی رو بیاره به میدون که در حالت فیزیکال معمولی این قابلیت ها برای ما شناخته شده نیست. حالا سیستم عصبی ثانویه و اینا رو که بهش میرسیم، باش آشنا شدید، باش کار کردین، و غیر از همه اینها ما سیستم هایی داریم که در واقع میتونه در کسری از ثانیه انرژی هایی رو به میدان بیاره، انرژی های غیر فیزیکال که برای ما ظاهراً ناشناخته است، برای ما ظاهراً شناخته شده نیست، ولی این قابلیت ها رو ما داریم. خب و اگر که این قابلیت ها رو بشناسیم و مدیریت و منیجمنت اونا رو در واقع بدونیم چگونه است، در سر جای خودش ازش میتونیم استفاده بکنیم، و در واقع خود ما به کرات از این مسئله استفاده کردیم و شما هم تجربه کردید. در یه جایی میبینید که یه نفر اصلا یه جورایی مثلا دچار یه همچین حالتی است، شما در لحظه کوتاهی نمیدونم اگه برخورد کرده باشین اینها، میبینید که در لحظه تونستین اثر بذارید و اون حالت فلجی موقتی رو که اون دوچارش بوده، اینا تو ورزش اینا چیز داره، کاربرد زیادی داره. خب در ورزش و در بعضی از این مسائل کاربردهای زیادی داره، و در لحظه به یک سری ناتوانی هایی رو که ممکنه به خاطر این جور مسائل پیش بیاد غلبه پیدا بکنید و برای فرد کارهایی انجام بدید که در واقع از این سیستم هایی که سیستم های شورتکات هست، سیستم هایی هست که میانبر و خیلی سریع میتونه اثرگذار باشه، و برای ما یعنی منظورم ما یعنی علم رایج شناخته شده نیست، ولی باید بدونیم که سیستم های انرژی بسیار زیادی رو ما باید سر و کار داریم. حالا سیستم های نمیدونم انرژی چاکراها، کانال های انرژی چهاردهگانه، چون اعضا باید با هم از نقطه نظر بالانس یک نوع از انواع انرژی ها رو داشته باشه، یعنی چند نوع انرژی هایی رو که اعضا دارن، در واقع اگه بالانس نباشن مثل وجود گلوگا در خط تولید میشه، یعنی همه با هم بالانس، یه دفعه یه جایی گیره با بقیه بخش ها بالانس نیست، لذا اینجا دوچار مشکل میشیم در به اصطلاح
ادامه اعمال حیاتی بدن. بنابراین کانال هایی باید این سیستم ها رو با هم بالانس میکرده، باید با هم بالانس میکرده. ولی عواملی که این عوامل رو بعدها خدمتتون اعلام خواهیم کرد، عواملی باعث بلوکه شدن و عدم بالانسشون میشه که خب اونم یک ماجرا داره. بنابراین سیستم های انرژی بسیار زیادی داریم و با توجه به اینکه ما روان و ذهن و نمیدونم بخشای رو جدا میکنیم از بخش فیزیکمون و مثلا بخش ادراکات، بخش احساسات و اینجور چیزها رو در واقع جدا میکنیم، هر کدوم از اونها به سیستم تغذیه مخصوص خودشون نیاز دارن. مثلا ذهن ما هم به سیستم تغذیه نیاز داره، منتها نه تغذیه عاطفه. عاطفه ما ربطی به ذهن نداره، نمیدونم ربطی به روان نداره. این چی عاطفه بستره آشکارسازی اونها رو فراهم میکنه، ولی سیستم های تغذیه اونها کاملا مخصوصه و از انرژی های به اصطلاح ناشناخته کیهانی داره در مبدل های چاکرا و اینها تبدیل میشن و مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیرن. خب بنابراین یکی از مباحث مهم مباحث مدیریت انرژی است. البته اون هم به منزله شناخت بیشتر از به اصطلاح وجودمون. هر بخشی از سیستم‌های نرم افزاری ما، سیستم‌های مختلفی که کم و بیش باش آشنا شدیم، ممکنه که از بخش خاصی استفاده بکنه. اینجا همینطور که میتونیم ببینیم اینجا در واقع یک بخشی است که تعیین ضریب طول عمر رو، ارتقاء کارگرد ذهن و روان رو رقم میزنن تو که در اون نمودار دیدین. البته عواملی که اینجاها اینو در واقع تعیین میکنه از انرژی نوع سوم، دوم، نمیدونم بخشای مختلف تغذیه میکنه. حتی در اینجا اینه که ما زمان رو چگونه احساس میکنیم، این بخش، خب این بخش ازش برنامه میگیره. یعنی چی؟ یعنی ما زمان برامون زود بگذره، اینجا دوباره در طول عمر کوتاه میشه. زمان طولانی بگذره مثل اونی که تو زندان هست، دوباره اونم عمرش کوتاه میشه. یک ریت حساب شده داره که ما باید با اون ریت بریم جلو، یعنی در واقع همون همپازی با زمان. خب بگیم بگذر، لج میکنه، اینجا برای ما کنترل دون. بگیم نگذر، دوباره اینجا هم همینطور. خب یعنی زندانی زود پیر میشه، زمان نمیگذره براش و ما هم که بیرونیم اینجوری میکنیم، صبح میشه اینجوری میشه، اینجوری زور میشه، شب میشه. در مورد ما هم اینجا کنترل معکوس بسیار چیز عمل میکنه. در یک شرایطی یه ریتی داره و اون شرایط شرایطیست که تطابق و همپازی با زمان این مجموعه باید پیدا کنه. یعنی یک ریتمی داره، یک هارمونی داره. اگر از اون هارمونی خارج بشیم، در واقع توی این ارکستر سمفونی داره یک بخش نامیزون عمل میکنه. دقت بکنید، یک ریتی داره، یعنی باید با دست رهبر ارکستر، خب که چیزها رو عمل میکنه، در واقع باید این سیستم کار بکنه. اگر از این مسئله خارج بشه، توی ریتم کلی نابجایی اتفاق میفته و دوباره این بخش از اون برامون متاثر میشه. وقتی میگم اینا هر کدوم از این باکس ها رو باز کنیم، دوره کلی زیر مجموعه عجیب غریب پیدا میکنه. خب بنابراین ببینیم که ماجراها و تأثیرات هر کدوم از این قضایا به اصطلاح چگونه است و چرا باید اینا رو بشناسیم. توجه می‌فرمایید چرا لازمه که شناخت پیدا بکنیم در بالا یه پروسه زمانی نسبت به چیدمان وجود و مسائل و فاکتورهایی که در اون دخالت و نقش دارن. اینجا از این زاویه معلوم میشه که علت چی هست. خب سوالی هست راجع به انرژی؟ مثلا
طول زمان طولانی تری مثلا، یعنی شاید من منظورم رو اونجا بعد متوجه شد یا بعد توضیح دادم. ببینید زمانی که ما میگیم نگذر چی میشه؟ احساس میکنیم زود میگذره، چون زمان خودش یک ماجرایی داره. وقتی میگیم بگذر احساس میکنیم نمیگذره و بعد کلافه میشیم. اگر اون نگذشتن باعث کلافگی بشه، دقت بکنید در اون شرایط اینجا اون تأثیر منفی رو میگذاره. بنابراین ریت ما یک چیزی داریم به اصطلاح ریت زمانی داریم. اگر از اون ریت زودتر یا دیر تندتر یا کندتر بشه که به این صورت باشه، اون موقع ریتم کلی ما به هم میخوره. ببینید همین رو برمیگره به نرم افزار، همین رو برمیگره به نرم افزارهای وجودی. اما شما توجه کردید یا نه یک دیاپازون، یک نمیدونم چی، یک کرنومت، شما در نظر بگیرید یک کرنومت خب داره برای یک ترانه یک کرنومتری رو چیکار میکنه؟ راه میندازه. این دیگه اون ترانه، اون آهنگ باید با اون کرنومت چی باشه؟ مطابقت داشته باشه. وجود ما هم در واقع یه همچین چیزی رو داره از نظر زمانی، یک کرنومت باید باش چیکار کنه؟ حرکت کنه. خب اگه زودتر یک هیجان میاد، یه هیجان کاذبه. اگر دیرتر یک مسئله دیگه است. حالا ریتم کلی ما به هم میخوره. بعد شما مثلا میبینید که خود زندانی اصلا برای زمان نمیگذره، اصلا تا یک روز میگذره اون بیچاره میشه، همش نگاه ساعت میکنه، همش نگاه ساعت میکنه، میبینید که فکر میکرد زور شده تازه 5 دقیقه گذشته. خب و اون زود پیر خواهد شد. درست میگم و درست میگم؟ یعنی از نظر تجربی اینو میتونیم که اون زود پیر میشه در حالی که نه کاری کرده نه نمیدونم چی شده، زمانم که نمیگذره. استاد یه چیزی مثلا یه هفته که بعدم هیچ کار مثبتی انجام نده، مثلا همش بخوابه تو خونه. ببینید نه بله، بعد آخر هفته جمعه شده انگار دیروزم جمعه بود هیچ کارم، ولی مثلا یه هفته شما حالا مثلا 6 تا کار داریم، کنفرانس داریم، کنگره داریم، مسافرت خارج، ولی هم بعد میبینیم توی یه هفته انقدر کار زیاد انجام دادیم که تو مثلا یک ماه واقعا که از کیفیت زندگی لذت بردیم، یک بار زندگی کردیم. بله این حالت این اکسپنشن با اون اکسپنشنی که من توضیح دادم، شما در اینجا سیستم های نرم افزاری یا سیستم خودپاداشتهی داریم. سیستم خودپاداشتهی ما باید نرم افزاری ارزیابی میکنه، شما همه که احساس رضایت کردین امتیاز میگیره، اونجا به ضریب طول عمر اضافه میشه. ولی وقتی که دیدین که اینطوری صبح شد، زور شد، فلان شد، بیسار شد، سر سال شد، ماه شد، بعد تمام سیستم ها سیستم خودپاداشتهی که یکی از مهمترین بخش های نرم افزاری ما سیستم خودپاداشتهیه. دادگاه ویژه داریم، اینا رو که دیگه میدونید. در واقع سیستم خودپاداشتهی ما ارزیابی های ما رو میبره اونجا و سر راه خودش قرار میده و تمام مسائل ما رو، ریتم ما رو، ریتم کرنومتر رو، همه رو با اونها مطابقت میده و بعد امتیاز مثبت منفی، امتیاز مثبت منفی میره روی ضریب اون افت پتانسیل سلول اثر میگذاره و پیری زودرس یا دیررس یا نمیدونم چی همین ها اتفاق میفته و طول عمر رو این مسائل رو اونجا رقم میزنه. خب حالا این رو هم میگم که هی بخش های نرم افزاری رو ضمناً بفهم ده. ببینید نیروی کیهانی بحث ماجرایی که ریشه در کجا هست، مسئله سر اینجاست که ما فعلا یک نیروی هست، یک انرژی هست غیر فیزیکال، یعنی به غذا خوردن ما ارتباط نداره. مثلا جنگ روانی، خب جنگ روانی رو راجبه صحبت کردیم، در اون جنگ روانی چندین نوع ماجرا میتونه
به اصطلاح رقم بخوره. مثلا اینجاست که ما داریم یه چیزی رو میگیریم، حالا این نیرو هم میدونیم داریم از کیهان میگیریم، یا بالاخره یک تبادلاتی از یه جایی داریم تغذیه میشیم، یا ساکشن میشیم و پس میدیم، اگزاست میشیم یا در واقع شارد میشیم. خب اینو فعلا در حال حاضر که مبدا و مبنا چیه اونو میذاریمش کنار، ولی اینی که میگیریم و به جریان میفته، حالا تازه جالبه جریان افتادنش به تک تک سلولا میرسه. چجوری میرسه؟ خب اینم خودش یک بحثی است. خب یه سوال دیگه داشتم در مورد این مبحث قدرت فکر، چیزی رو فکر میکنه که بعد چی میشه؟ بعضی ها مثلا در اثر مراقبه یا میدیتیشن در اون سوری و عمیق‌تر در تفکر میتونه که آزاد میشه از بار قدرت و توان بیشتری برخورداره. من اصلا سوالم اینه که این انرژی که بارت رو ساپورت میکنه از این انرژی معنوی بوده یا انرژی ذهنی؟ و اگر ذهنی هست ببینید اینجا مسائلی پیش میاد که در واقع ما برای اون ماجراها باید به اون بحث سویچینگ مراجعه بکنیم. در بحث سویچینگ دقیق میفرمایید، در بحث سویچینگ بعضی از سویچ هایی رو که میزنیم برای ما یک درهایی باز میشه و چیزی رو میاره که ما اسمشو کمال و خرد و دانایی و آگاهی و اینها میذاریم، مثبت، در جهت مثبت. بعضی چیزها رو برای ما میاره که اسمشو گذاشتیم قدرت. خب برای ما قدرت میاره و بعد بشر در حال حاضر مثل هنوز حالت کودکی داره که مثلا شما به کودکتون یه میلیون تومن پول بدین دستش، درسته؟ چاقو هم نمیدین دستش و همینجوری یه سری چیزه در حدش. چرا اگه بهش بدین خب یه 100 تومن بهش میدین، 500 تومن بهش میدین، خب در یه حد حساب شده ای. لذا بعضی از مسائل و قابلیت ها هست که تعریف های خاصی میخواد و توی این ماجرای قدرت و اینها فراموش نکنیم از این چیزهای کمکی هم معمولا استفاده میشه. ویروس های غیر ارگانیک، خب ویروس های غیر ارگانیک نمیدونم طرف بلند میشه، دام چی میشه، یه اتفاقایی میفته که حالا چون اینجا نمیخوام واردش بشیم، ممکن اینها به حساب اون مسئله گذاشته میشن. زمانی الان ما میتونیم چیزی رو خلق کنیم، جهان یا عالم ما بعد ماست، اینجاست، جز عالم هستی هم هست، روی عالم هستی هم اثر میذاره، پیامد داره، چون خودش عالمش خلق شده. اما تا خود ذهن مستقل نشه پیامد بیرونی پیدا نمیکنه و وقتی مستقل شد یعنی زندگی بعدی، آنچه رو که فکر بکنه مجسمه جلوش، یعنی خلق میشه آنچه که، یعنی کاخ در لحظه تا بگه کاخ، اون چه کاخی که مد نظرشه در واقع خلق شده، توش قدم میزنه. اما اینجا توجه فرمودین، اینجا این حالت در داره دوران جنینیشو طی میکنه، زندگی بعد تازه متولد میشه، دقت فرمودین. ولی که اینجا حالا در یک قالب یک مسائلی، خب و با یک محدودیت هایی یه چیزای انجام میشه که عمدتنش به کمک خب غیر ارگانیکا و ایناست، چیزی ظاهر میشه، چیزی میاد، چیزی اتفاقی میفته، بلند شدن های انجام میشه، پرواز های صورت میگیره، چیزهایی رخ میده که در واقع با کمک این دو چیز هست، نه صرفا خلق خالص و ناب اونه که شما فرمودین. بفرمایید کن کدوم ها؟ بله ببینید، در خصوص نوزاد متکی به آتپه هست، متکی به کانال های انرژی هست که اوتوماتیک داره از کیهان دریافت میشه. اما هنوز برخی از نرم افزارهای سر راه اون هنوز فرم نگرفته که مثلا، البته بعضیاش خیلی سریع، مثلا شما به یک بچه نمیدونم چند ماهه بگید که عجب بچه خوشگلیه،
اصلا اون شاید معنی خوشگل هم نمیفهمید، ببینید که براتون خنده کردن، بعد بهش برسی میگین که عجب بچه زشتیه. اینو از چند ماهگی میتونین تست بکنین؟ چند تا از دوستان تجربه دارن این مسئله رو؟ خیلی زود، خیلی زود، یعنی من فکر میکنم قبل از اینکه کاملا با واژه ها آشنا بشه، در واقع حالا تششعات شعوری رو میگیره، حالا کدوم بخش رو داره در میگیره، توجه میکنید واکنش نشون میده و خیلی زود، خیلی زود وقتی ازش تعریف تمجید میکنیم، اون قند تو دلش آب میشه، حالتاش عوض میشه و وقتی که خلاف اون باشه به یه شکل دیگه وا میره. ولی قطعا داره همجور که میاد جلو نرم افزار یکی یکی اکتیو میشه. یک سری از نرم افزارها به اصطلاح مثل همین لپتاپی که میخریم، یه سری چیز روشنه، یعنی ما لپتاپو که خریدیم همین الان روشنش میکنه، همین الان یه چیزی آماده داره، ولی بقیه چیزا رو باید چیکار کنیم؟ بریزیم روش. در مورد یک نوزاد هم من برنامه ریزی شده باهاش متولد شده، من برنامه پذیر اینجا داریم، در واقع من برنامه ریزی شده، نرم افزار نهاد، نرم افزار فطرت، بعد یه سری چیزایی هم در واقع از بخشای دیگه، از ذهن، از روان، اتوماتیک داره چی میشه؟ داره اکتیو میشه و در واقع بیس کارو در اختیار ما قرار میده. اما از اونجا بعد باید این من برنامه پذیر باید برنامه داده بشه دیگه، از اونجا بعد خیلی ماجراها رقم میخوره. ولی مثلا فرض کنید که اینجا من برنامه پذیر، شما از چند ماهگی میتونید متوجه بشین که این بچه تدافعی عمل میکنه، حمله ای و حمله میکنه، عقب نشینی میکنه، سازش میکنه، به اصطلاح عزلت طلبه، خب برتری طلبه، نمیدونم مهر طلبه. همون چند ماهگی شما میتونید بدونید این یعنی با خودش آورده. حالا بعضی از دوستان روانشناس میگن اینو در محیط میگیره که بر حسب حملات و تهاجماتی بهش میشه، یکی از این حالت‌ها رو میگیره، ولی من بهتون اطمینان خاطر میدم که اینو آورده و من چند سال این موضوع زیر نظرمه و جاهای مختلف روی مخصوصا روی اطفال اینو من خیلی دقت میکنم به خاطر اینکه این تئوریایی رو که در واقع داشتیم مطابقت بدم. حالا شما مطابقت بدید، اصلا این بچه نرم افزار نهادش تهاجمی عمل میکنه و یا سازش، یا به هر حال این چیزا رو داره. خلاصه این من برنامه پذیر اینجا میخواد اینا رو بالانس کنه، من برنامه پذیر میخواد اینا رو بالانس بکنه و خودی که خود شامل خیلی غذایای متعدده. اینا خالیه باید به اصطلاح در واقع به یه شکلایی من اندام دادستان، همون مادر دومه است، همون نمیدونم چیزهای مختلف دادگاه ویژه‌اش، سیستم خودپاداشدهی، نمیدونم همه اینا در واقع باکس باکس نرم افزارهای مختلف که البته اینا تیپیکا و نمونه، چون خیلی بیشتر از اینها هست. حالا انشاءالله در چیدمان‌های بعدی اینا رو از هم باز کنیم، تازه متوجه در واقع عظمت بخش خصوصا نرم افزاری ماجرا میشیم. خب بنابراین در یه نوزاد میاد اینا رو داره یکی یکی اکتیو میشه و دیگه از چند ماهگی که دریافت انرژی و نمیدونم چی و این ماجراها رو به خوبی متوجه میشه، به خوبی میگیره. اینه که تحویلش نمیگیریم، نمیدونم بهش محبت میکنیم نمیکنیم، مورد توجه نیست، اینا همه تبادل انرژی آغاز میشه. یعنی بچه اولین چیزی رو که بعد از عاطفه میشناسه انرژی نوع دومه، اصلا هستیش با انرژی نوع دوم شکل میگیره. حتی این انرژی نوع دوم اینه که میگیره نمیگیره، اثرات خوب و بدش در ناخودآگاهی و در نرم افزار مختلف ناخودآگاهی ثبت و ضبط میشه. خوب بشه انرژی نوع دوم رسیده یا نرسیده، در بلوغش، در نمیدونم شکوفاییش، نمیدونم یه اثرات مثبتی یا منفی داره. به طوری که مثلا اگه تو ذوق بچه بزنی و دشارج کنی، در واقع انرژی رو ازش بگیری، نرم افزارهایی
به اصطلاح دچار کمبود نیروهای چیز میشن، تغذیه خودشون میشن. ولی با رسیدن به یک بلوغی این به نسبت به این انرژی نوع دوم میتونیم چی بشیم؟ کاملا بی نیاز بشیم، میتونیم کاملا با این انرژی نوع دوم چیز بکنیم، کاملا قطع رابطه بکنیم، چون با بلوغ که پیش میاد و تسلط های نرم افزاری این بخش میتونه تحت کنترل در بیاد. خب اون بخش تحت کنترل در میاد، مثلا این بخش میتونه تحت کنترل در بیاد، این بخش تحت کنترل در بیاد، این بخش ها میتونه، یه بخش هایی هست که میتونه تحت کنترل نرم افزاری ما قرار بگیره و در واقع من برنامه پذیر هم که به همین صورت یه دفعه بالانس هایی به نفع یا به ضرر ما میتونه چیکار بکنه، میتونه انجام بگیره. و حالا دیگه شناخت این ماجرا و این مسائل هست که خیلی چیزها رو رقم میزنه، همون مسائلی که در مورد ما در واقع شناخته شده نبوده، رعایت هم نشده، در مورد نمیدونم حالا تأثیراتی که رو همه بخش ها میتونه، از جمله هوش باطنی، بحث هوشی که صحبت کردیم، همه اینا رو میتونه در واقع در مجموع خودش رقم بزنه. بله بله بفرمایید. نهاد رو اینجوری تعریف بکنه که یا نهاد یا اید بخشی از روانه که کودک همراه خودش میاره و به اصطلاح برنامه‌ها یا نرم افزارهایی به قول حضرت عالی که باعث میشه که در راستای رفع نیازهای فیزیولوژیکش حرکت بکنه و این قدرت زیادی داره و در واقع بیماری‌ها و مشکلاتی که در آینده برای فرد پیش میاد احتمالاً ناشی از درگیری‌های اگو و به اصطلاح خود با این نهاده، که نهاد یک چیزیست که واقعیت رو درک نمی‌کنه، همونطور که کودک درک نمی‌کنه، کاری به واقعیت نداره، اگه گرسنه شده همون آن جیغ و ویغش در میاد و غذا می‌خواد، هیچ ناراحتی نمی‌تونه تحمل بکنه، اینا یعنی در واقع همون نرم افزاریه که در اساس این تعریف شده و اومده و نهایتاً حالا قسمت بعدی روان فعال میشن خود و نهایتاً سوپر اگو که اخلاقیاته و حالا برای یک فرد بیمار نابهنجاری هایی که پیش میاد در راستای عدم تعادلی که بین این سه بخش به وجود میاد و یک فرد به اصطلاح سالم و به هنجار بخش خدا خودش یا اگوش بسیار قویه که میتونه این دوتا رو کنترل بکنه و مشکل براش پیش نیاد. این نرم افزارها خیلی جالبه برای من که شما فرمودید که چه چیزایی با خودش میاره. بله. ما چند تا نرم افزار موقع تولد فرزند چند تا نرم افزار هست. اینجا نرم افزار ژن رو میبینیم. خب نرم افزار ژن خب یه سری خصوصیات رو میده. خب یک نرم افزاری هست که در واقع نرم افزار فیزیولوژیکه، یعنی همین که این متولد شد میدونه که نیازش به غذا، به چی، به جیغ کشیدن، به تمام مسائل در اون تعریف شده است. خب و عامه، یعنی هر نوزادی به دنیا میاد جیغو میزنه و برای اینکه سیستم تنفسیش به کار بیفته و بعض نمیدونم ماجراهای مختلف و اینا اشتراکیه و این نرم افزارش اصلا تو نرم افزار چارچوب وجودی فانکشنال خودش در واقع تعریف شده است. خب نرم افزار ژن هم که سابقه رو نسل قبل نسل قبل نسل قبل نسل همینجوری تا کجا؟ تا منهای بی‌نهایت خودش در خودش داره انتقال میده. اما در واقع نرم افزارهای عمل کردی یکی بحث نهاده، هر نوزادی که به دنیا میاد دارای شخصیت اولیه است و شخصیت اولیه اون با همه نوزادان دنیا تفاوت داره. شخصیت اولیه منحصر به خود اون نوزاده، حتی اگه دو قلو باشه، حتی اگر در شبیه سازی از دو تا سلول مجاور هم اینها گرفته شده باشن، باز در واقع شخصیت اولیه این نوزاد با شخصیت اولیه اون یکی چیه؟ کاملا متفاوته. خب اینو قبول داریم؟
جانم ببینید، شما الان همینه که من خدمتون تحت عنوان نهاد دارم تعریف میکنم، آیا قبول دارید یا قبول ندارید که شخصیت اولیه میاد؟ حالا در شخصیت اولیه یه چیزایی داریم که متغیره در افراد مختلف، مثلا اصل تمایل به لذت خب هست، اما در این نوزاد با این نوزاد با اون نوزاد با اون نوزاد تفاوت میکنه. اصل دوری از درد، اصل حصول نتیجه در کوتاه‌ترین مدت، همه خب بچه هم اینه که این بچه عجولتر از این بچه است خب، و این نهادینه در اون قرار داره. اصل عطب به خود خب، بعدن میاد همین که شکل میگیره میبینی که اصل عطب به خوده، این نوزاد با این نوزاد با هم متفاوته. دقت فرمودین؟ پس در نهاد یک سری اصلها حاکمه که تفاوت‌های فردی نوزادان رو به چیز میکنه، یعنی در واقع نشون میده. به معنی اینکه نوزاد یه خود رومیات، شما تفاوت رو متوجه میشید قبل از اینه که اون بتونه بفهمه محیط یعنی چی. قبل از اینه که بتونه محیط بفهمه یعنی چی، شما میبینید که یک بچه آرومتره، یک بچه بسیار شلوغتره، یک بچه بسیار عجولتره، یک بچه بسیار لجبازتره، یک بچه بسیار خوب، یعنی دو تا نوزاد مثل هم اصلا ما نداریم. خب ببخشید، این برنامه که تو جنین ایجاد میشه، این برنامه که فرمودید اینه که به محض اینکه پا به عرصه اینجا میگذاره، این عرصه عرصه بروز و ظهوره. بعضی از مسائلش در دوران جنینی، در دوران جنینی هم آشکاره، یعنی از دوران مثلا 4-5 ماهگی 3-4 ماهگی به بعد یک جنینی بسیار بیقراره، یک جنینی بسیار بیقراره، دوران بارداری سختی رو به مادرش تحمیل میکنه، یک جنینی خیلی آرومه، دوران باردارش آرومه، بعدم که میاد آرومه. توجه میکنید؟ و شما در خود دوران بارداری رو زیر نظر بگیرید، بارداری های مثلا یک مادری اگه 3 تا بچه داره، 3 تا تجربه مختلف بارداری داره، مثلا 3 تاشون نیست که من مادری هستم که فرزندان دوران بارداریم همشون خب دوران مثلا راحتی بوده، دوران آروم بوده، یکیش خیلی بدقلق بوده، یکیش نمیدونم چی بوده، یکیش اینا، یعنی در واقع بخش به بخش از دورانی اکتیو میشه. مثلا دوران این بحث ناآرامی که خودش یکی از کاراکترهای مورد نظر ماست، در دوران جنینی چیزه. اگر در دوران جنینی این دقل و فلاموشه به دنیا بیاد همینطوریه، یعنی میبینید که در واقع یه جوری بیشفعاله، یه جوری اکتیویتیش بالاست، یه جوری بارداری های متفاوت هم میتونه کودکان متفاوت به وجود بیاره، درسته؟ و رفتارهای متفاوت، یعنی بله، به عبارتی کاراکترهای مختلف، نوزادهای مختلف، دوران بارداری مختلف، نه بالعکسش. یعنی شما باید بفرمایید چه کاراکتری الان در یک مادر باردار چه کاراکتری رو داره هم میکنه، تا ما بهتون بگیم که چه دوران بارداری خواهد داشت. به هر حال بعضی از دوران بارداری ممکنه آسیب‌زا باشه به جهت عوامل حالا محیطی، بیرونی یا بیماری یا هر چیز دیگه که ممکنه در مادر به وجود داشته باشه، اون وقت اینا هم داره تأثیر میذاره. ببینید اینا اثر، مسائل محیطی اثر میذاره، ولی ما داریم در شرایط استاندارد داریم صحبت میکنیم، در یک شرایط خاص داریم صحبت میکنیم، قیاس بکنیم ما این مسئله رو داریم، یعنی کاراکتر نوزادان در دوران بارداری به اصطلاح دوران بارداری متفاوتی رو به مادر تحمیل میکنن. خب یکی از اینها اکتیویتیشونه، نارامیشونه، تقلاهاشونه،
که اینها خودش یک برنامه نرم افزاری است که وقتی نوزاد باش به دنیا میاد هر کدوم از این نوزادها اکتیویتی های خاصی دارن و این اکتیویتی ها و سایر مسائلشون میاد، یه بخشش با هوش باطنی در ارتباطه، یه بخشش نمیدونم چی برقرار که ما اینجا فاکتورهامون با همدیگه یه مقدار متفاوت میشه. مثلا ما یک بچه بیش فعال رو میبریم جز گروهی که باید بررسیش کنیم از نقطه نظر رشد هوش باطنی. مثلا یه بچه بازیگوش رو ما جداش میکنیم برای اینکه از نظر ما 50% حداقل احتمال داره هوش باطنی بالا بود داشته باشه. بچه که نمیدونم نقاشیش نمیدونم چیه پیش شما مثلا ممکنه صفر بگیره، یعنی از نظر هوش ظاهری حالا اونجا چیز کنه، ما اینو میبریمش کنار. 50% امکان داره که در واقع این نابغه باشه. توجه میکنین تمام کسایی که در واقع اونجا نمره نمیگیرن پیش ما قرب و احترام ارزش زیادی دارن، ممکنه نابغه باشن. البته برای همینا چیز داریم ما، دلیل میاریم ما، توجه میکنین برای همینا مثلا دلیل میاریم. فرض کنید به عنوان مثال یه بچه شروع کنه نقاشیشو اینجوری بکنه، خب بله نظرتون چیه؟ خب حالا من که ولی ببینید که یه گوش داره، ببینید یه چشش کامل نیست، از دهان شروع کرد. معمولا ذهن ما استنتاجی مثلا عادت میکنه عمل میکنه، یعنی اول میگن یه دایره بکش بعد از کل بیاد جز، حالا یه بچه از جز میره کل، شما نظرتون چیه؟ استقرار رو میره، نظرتون چیه؟ حالا یه گوشو نکشیده، نظرتون چیه؟ خب چون هرچه طبق ملاکای شما به اجزا توجه بیشتری بکنه باهوشتره. بله خیلی خوب، پس ما یه بررسی نبوغ‌آمیزی از اون خواهیم داد. بهش میگیم چرا یه گوش داره، میگه که این خورده زمین گوش ثابته شده، یه گوشش رفته، این جز نگر داره یا اون، شما کدوم نمره بیشتر میدین؟ این از نظر من. خب ببینید بنابراین از جز به کل میره و اینها مسائلی است که در واقع اون کلیشه‌ای عمل کرده، خب کلیشه‌ای عمل میکنه، اون کلیشه رو به هم ریخته. خود به هم ریختن کلیشه هوش باطنی میخواد، یعنی به کلیشه رو به هم بریزی نتیجه بگیری، کلیشه رو به هم بریزی و نتیجه بگیری، خودش دوباره هوش باطنی میخواد. بنابراین 50% اونه که نمره ندارن، چی ندارن، بازیگوشن، اونه که این شاخه به اون شاخه میپرن، اونه که این شاخه به اون شاخه میپرن، در واقع اونها 50% امکان یه ماجراهایی هست که این ماجراها رو باید با هم دیگه چیکار کنیم، تعریفش بکنیم، و اگر که نتونیم تعریف کنیم اونا هدر میرن. یعنی در واقع یادتونه گفتی نرم افزار داریم، نرم افزار رو نمیذاره چیز کنیم، ما در واقع یک عملکردی داره که دستمون به هر چی میرسه یه خودی باش بعد میریم بعد برای ما پوچ میشه، یادتون هست یا نه؟ یعنی یه نرم افزاری داریم کارش اینه اعمال پوچ هست، یعنی میری دست میکنیم بعد میگه چی، و میری دام ازدواج میکنیم میگه که چی، صاحب بچه میشی میگه که چی خب و همینجوری به پول میرسی میگه که چی، و یعنی کارش اینه ها. اگه این نرم افزار نبود ما اولین چیزی که ما رو ارضا میکرد دیگه گرفته بودیمش تا اول در، میدونید؟ خب حالا وقتی یه کسی از این شاخه بون شاخه از این شاخه بون شاخه میبره، در واقع این نرم افزار در اون قویه، این یه قابلیتی داره بیشتر از اونی که اصلا این نرم افزار نداره. خب و اون نفره که این قابلیت رو نداره 40 سال بذارش پشت این میز، از پشت این میز تکون نمیخوره. خب یعنی پویایی و ما یه داینامیک رو یک قابلیت پویایی رو تعریف میکنیم، این قابلیت پویایی برمیگرده به اون نرم افزار. یعنی اون نرم افزار چیه تا من بگم که چقدر دینامیکه و اینو باید سر چه کاری بذاریم،
اینو اگه بذاریش اینو که داینامیک بالا بذاری پشت یک میز هم خودشو کلافه میکنه همون سیستم به هم میریزه. خب لذا اینو باید بذاریش برای یه کاری که تحرک داره، مثلا تدارکات میگم چی یه سری از این بازرسی از این ماجرا. اونی که خلاف بینی باید بذاری پشت میز، برای اینکه اگه بگیم تدارکات میدن سر خود وای حالا من چه جوری برم چی تهیه بکنم. خب در واقع اینطوری. خب جانم البته اشاره میکنن چایا رو ریختن میسین که اشاره میکنن زنگ تقریبا اینکه چایا سرد نشه در خدمتتون خواهیم بود برای جلسه. خیلی ممنونم.